به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز در حقیقت حالا کاری که میخواییم بکنیم این که اولش یه مرور خیلی امپیتریه، مرور قصه واری به آنچه که تا الان راجع به زنجیر مارکوف گفتیم میخوام بکنم، و بعد انشالله ادامه جلسه یه ذر راجع به قدم زدن تصادفی، به طور خاص قدم زدن تصادفی رو زیدیا یا قدم زدن تصادفی صحیح تو ابعاد مختلف صحبت میکنم. اگر وقت بشه، که فکر نمیکنم خیلی وقت بشه، ولی حالا هر چقدر که وقت بشم یه زن انشاءالله شروع میکنم راجع به فرایند پواسون، فرایند شمارشی صحبت کردم. خب ببینید بچه ها، من یک مروری میخوام بکنم بر آنچه که گذشت. این مرورم میخوام میگم قصه وار بکنم، یه ذره میخوام سعی کنم تصویر سازی بکنم برای آنچه که تا الان گفتیم. اگر خواستید سوالینا هم دست ببرید بالا بپرسید، اگه که با شهودی که میگفتم خیلی ارتباط برقرار نمی کردید، چون خیلی همه چیزو ما سری گفتیم. یعنی مثلا معمولا این کاری که الان من تو دو سه جلسه انجام دادم، تو فرآیند تصادفی همین خواستم انجام بدم، قاعدتا باید 5 6 جلسه وقت میذاشتیم، ولی خب چون تو این درس خیلی فرصت نداریم مجبور بودم خیلی سریع و MP3 بگم. ببینید، ما اومدیم قصه اینجوری شروع شد که اومدیم زنجیر مارکوف تعریف کردیم، و در حقیقت در تعریف زنجیر مارکوف اینجوری تعریفش کردیم که گفتیم که چیزه، فرض کنید که ما این زنجیر مارکوف اینطوری که یه فضا، فعلا یه فضای حالت متناهی یا شمارا داریم که متن، حالا یه فضای حالت تعداد وضعیت‌ها یا حالت‌هایی که من میتونه سیستمم توش باشه، و وقتی که سیستم میره توی استیتی مستقل از اینکه تا الان چی گذشته، فقط نگاه کنه الان کجاست، بر اساس شرایطی که الان داره تصمیم میگیره که کجا بره. یعنی این که تصمیم بعد از این که الان اینجاست کجا میره، فقط و فقط به این ربط داره که الان کجاست. حالا میتونست همگن در زمان یا نامگن در زمان باشه، به این معنی که به زمان هم بستگی داشته باشه نباشه، ولی ما فعلا توی زنجیر مارکوف فرض کنیم که به زمان بستگی نداره. یعنی من به هر استیتی که میرسم مستقل از آنچه که تا الان گذشته میبینم آقا من الان تو وضعیت A ام، با یه احتمالی تصمیم میگم برم تو B، با یه احتمال تو C، و ادامه ماجر. خب این ساده ترین شرایطیه که ما میتونیم یک سیستمی که در زمانهای گسسته استیتش عوض میشه رو مدل کنیم. خب خیلی وقتا ممکنه که من این مدل سازی چیز طبیعی نباشه، من نیاز داشته باشم یه ذره چیزایی رو بیشتر فرض کنم تا این اتفاق بیفته. مثلا میگم شما فرض کنید یه صفحه بانکی رو در نظر بگیرید، یه صفحه که پشت یه حالا گیشه‌ای، سروری، چیزی وایسادن، یعنی یه تعداد آدمن منتظرن یه نفر بهشون سرویس دهی کنه. هر از گاهی اتفاقی که میفته اینه که یا اون کسی که کارش داره انجام میشه خارج میشه از صف، میره بیرون، و خب یه نفر جدید میاد میره وای میسه پشت گیشه، یا یه نفر جدید میاد وارد میشه. و حالا مثلا با یه فرضای معقولی این که مثلا شما اتفاق بعدی که میفته، یعنی مثلا الان فرض کنید این نفر تو صفن، خب اگه مثلا میگم فرض کنید که زمان سرویس دهی نمایی باشه، زمان ورود هم نمایی باشه، احتمالی که از n نفر به n به علاوه 1 برید، یا n منهای 1 برید، n به علاوه 1 به این معنی که نفر جدید وارد صف شه، و n منهای 1 به این معنی که اون آدمی که کار داشته سرویس میگرفت از گیشه خارج شه و یه نفر جدید وارد سرویس گیری بشه، در حقیقت این مثلا با یه احتمالی همیشه از n به n علاوه 1 میاد، از n علاوه 1 هم به n منهای 1 میاد، شبیه قدم زدن تصادفی، فقط با این شرط که دیگه به صفر رسیدید دیگه منفی 1 نمیاید. و دقت کنید که این ذاتاً زمانش زمان پیوسته است، ولی من اگر فقط بیام به لحظاتی نگاه کنم که وضعیت صف تغییر کرده، اون وقت خیلی طبیعی میشه که من اینو با یک مارکوف چین مدلش کنم. طبیعی هم هستش که چرا مارکوف چین میگم، بسته به اینکه زمان سرویس و زمان ورود به صف حالا چه توزیعی داشته باشه، واقعا ممکنه مارکوف چین همگن در زمان بشه یا غیر همگن در زمان، یا اصلا مارکوف چین هم نشه. ولی خب پس خلاصه من سه استیت هم، تو هر استیتی که هستم با یه احتمالای پخش میشم میرم یه سری استیت دیگه، و حالا یه سری کانسپت داریم. مثلا کانسپت در ارتباط بودن میگه من یه احتمال مثبت در از استیت A به B برم، از استیت B هم به A برم. احتمال مثبت رفتن از A به B و B به A هم با
با وجود مسیر جهتدار روی اون گرافی که از مارکوف چینمون ساخته میشه در حقیقت دیدی میتونیم مدلش کنیم. در حقیقت من یه گراف ساختم از هر رأس به هر وضعیت به هر وضعیتی که یال جهتدار بوده با احتمال مثبت میشد این یال برم، و چون تصمیم من تو استیت های مختلف مستقل از گذشته و زمان و این چیزا بود، خب برای استیت که من رفتم با یه احتمال مثبتی ممکنه یال بعدی رو تیکام، یال بعدی رو تیکام و نهایتا از A به B برم وقتی یه مسیر جهتدار دارم، و از B به A هم به همین صورت. و در حقیقت من گفتم مؤلفه های همبندی در حقیقت قوی این گراف های دیم، یعنی از A به B میشه رفت، از B به A میشه رفت. اگه مؤلفه همبندی قوی داشته باشم، یعنی از هر کدوم از این سه تا به اونا میشه رفت. حالا فرض کنید من کانسپت تحویل ناپذیر گفتم که یعنی کل گراف یه مؤلفه همبندی قوی باشه، و به طور خاص اگر این مؤلفه همبندی قوی متناهی باشه، خب شما از یه استیتی بالاخره یه استیتی رو نامتناهی بار مشاهده کنید. فرض کنید من یک گراف تحویل ناپذیر، گراف زنجیر مارکوف هم همبند قویه، معادلا زنجیر مارکوف هم تحویل ناپذیره، و فرض کنم زنجیر مارکوف هم متناهیه. من اگه نامتناهی گام قدم بزنم، به خاطر که متناهی تو وضعیت دارم، بالاخره یه استیتی رو نامتناهی بار میرم، و هر بار که به این استیت میرم با احتمال مثبتی با یه تعداد گام از این ممکن به یه استیت دیگه ای که فیکسه، مثلا فرض کن نامتناهی بار من A رو ویزیت میکنم و یه استیت B رو فیکس کنم، هر بار که به A میرسم با احتمال مثبتی ممکنه از A به B برم، و اگرم چه برم چه نرم دفعه بعدی که برمیگردم به A دوباره با احتمال مثبتی ممکنه به B برم. و این باعث میشه که اگه یه استیت از سیستم، یعنی توی وضعیت تحویل ناپذیر مدرال یه استیت بازگشتی دارم، و نتیجه این میشه که همه استیت ها من بازگشتی میشه، خب یعنی نامتناهی بار مشاهده میشه. و در حقیقت من میتونستم این مؤلفه های همبندی تحویل ناپذیر داشته باشم، وقتی از چون این مؤلفه های همبندی تحویل ناپذیر میدم گرافه که رو مؤلفه ها میساختم دیگه دور نمیتونست داشته باشه، بنابراین توی اگه مؤلفه همبندی متناهی بود، هی من نامتناهی بار میرسیدم سر جایی که میشد از مؤلفه خارج شد، ممکن یه جام نباشه چند جا باشه، و فاینالی بالاخره خارج میشم. برای من این یه مؤلفه همبندی متناهی داشته باشم که با احتمال مثبتی ازش خارج بشم، نهایتا حتما ازش خارج میشم و دیگه هیچ وقت بهش بر نمیگردم، و بنابراین نهایتا سیستم من میره توی سری مؤلفه همبندی قوی که دیگه یال خروجی نداره. حتی اینو میگم فرض متناهی بودن رو لازم داره، اگه نامتناهی باشه یه ذره قصه متفاوت میشه. بعد کانسپت تناوب رو داشتیم. تناوب به من میگفت که اگه مثلا یه استیتی تناوبش دو بود، میگفت هر وقت که برگشتی از این استیت رو افتادی، هر وقت برگشتی سر جات، حتما مضرب دوی. اگه تناوب ده بود، مضرب ده بودی. و به طور خاص اگر که مثلا من یه تو یه جای یه توقه داشتم، یعنی یه یال که از خود با احتمال مثلا از یه استیت ممکن بود سر جای خودش بمونم، دیگه اون استیت تناوبش یک میشد، و تناوب بازگشتی بودن اینا همه دیدیم خاصیت های کلاسیه. یه مفهوم دیگه ای که در مورد زنجیره مارکوف داشتیم قصه توزیع پایا و همگرایی بود. ببینید من کلن گفتم ماتریس مارکوف چینم که میسازم یه ماتریسی که مجموع سطراش یک، خب این نتیجهش این بود یه سری درایه‌های مثبت با مجموع سطر یک. این یه قضیه جبر خطیاییه که میشه چه در حالت متناهی چه حالت شما رو ثابت کرد، یعنی خب این که خیلی ساز، پس این یه مقدار ویژه یک داره، چون بردار همه یک و اگه عمودی توی این ماتریس ضرب کنیم خودش میشه، بنابراین حداقل یه مقدار ویژه یک که داره ممکنه بیش از یه مقدار ویژه یک داشته باشه یا کمتر از، یا فقط همین یه دونه رو داشته باشه. این که یه دونه داره یا بیشتر ربط داره به تعداد مؤلفه های همبندی قوی که من نهایتاً میتونم تو اونا بگذرونم سرنوشتم. در حقیقت تعداد مقدار ویژه های یک برابر با تعداد مؤلفه های همبندی قوی که ازشون من یال خروجی ندارم. خب در این تکرر مقدار ویژه یک رو میگه، به طور خاص اگه تحویل ناپذیر باشه تکررش یک میشه. بعد یه همچی ماتریسی که درایه‌هاش مثبت مجموع سطرش یکه، حتما یه بردار ویژه چپ با درایه های مثبت داره نظیر مقدار ویژه یک، حداقل یه دونه رو داره. و واقعیت اینه که میشه نشون داد به تعداد مؤلفه همبندی قوی به اون تعداد بود بردار ویژه مستقل داره که بردار ویژه چپ میشن. ولی حالا این جزئیات رو دیگه بیخیال. فعلا فرض کنید که من گرافم مؤلفه همبندی قوی یه دونه داره و باقی مقدار ویژه ها کوچیکتر از یکن. خب یعنی باقی مقدار ویژه ها قدر مطلقشون کوچیکتر از یکن. بنابراین ماتریس رو که هی من به توان میرسونم، نتیجه اینه که اون فضای ویژه نظیر بردار ویژه های دیگه چون مقدار ویژه شون
قدر نمرتش کمتر از اینکه بتوانه n که میرسه به صفر میل میکنن، برای ماتریس میل میکنه به این قیافه ای که در حقیقت همه سطرها با هم برابر و برابر با توزیع پایه است. توزیع پایه همون بردار ویژه چپ تقسیم بر مجموعش اگه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه توزیع پایه، یعنی ممکنه تقسیم بر مجموع نتونم بکنم ولی بردار ویژه چپ حتما دارم. و خب در حقیقت قضیه ای که داشتیم اینه که حالا من جزئیاتی داشتم، اگه من یه زنجیر مارکوف تحویل ناپذیره نامتناوب، من اون موقع بهتون گفته بودم متناهی بودن، منتها شرط متناهی بودن رو یه ذره میتونم ریلکس کنم. اگه من این زنجیر مارکوف تحویل ناپذیره نامتناوب بازگشتی مثبت داشته باشم، میدونم این متناهی باشه بازگشتی مثبت هست. خب در این شرط، حالا الان میگم بازگشتی مثبتم، یه یادآوری میکنم چیه. در این شرط اون وقت من حتما ماتریس پی به توان n به ماتریس همه سطر زنجیر پایا میل میکنه، یه دونه توزیع پایا بیشتر نداره و به این میل میکنه و توزیع من به توزیع پایا برای من میل میکنه، مستقل از جایی که شروع میکنیم. و در حقیقت من یه استیت رو میگفتم بازگشتی، اگه از این شروع میکردم با احتمال یک به خودش بر میگشتم، من میگفتم گذرا اگه یه احتمال مثبتی داشت که بهش بر نگردم. و تو زنجیرهای تحویل ناپذیر دیدیم این در حقیقت متناهی ها که همیشه بازگشتی هن، ولی نامتناهی ها ممکنه بازگشتی باشن یا نباشن. حالا امروز یه ذره مثال های هیجان انگیز داری راجع به ماجرا میزنیم. و بازگشتی مثبت و بازگشتی پوچ داریم، یعنی من ممکن از یه استیتی با احتمال یک به خودش برگردم، ولی زمانی که طول میکشه برگردم انقدر طول بکشه که وقتی متوسط زمان بازگشت رو نگاه میکنم این بی‌نهایت بشه. در چنین شرایطی بهش میگم بازگشتی پوچه، ولی اگه متوسط زمان بازگشتم متناهی بشه بهش میگیم بازگشتی مثبته. و نهایتاً خب من همین کانسپت زمان بازگشت و توزیع پایه رو داشتم که به هم ربط داشت. در حقیقت توزیع پایه من میشه نشون داد اگر توزیع پایه وجود داشته باشه و حالا به فرض تحویل ناپذیری که یک دام باشه، اون وقت توزیع پایه من دقیقا میشه یک تقسیم بر متوسط زمان بازگشت از هر استیتی به خودش. این قضیه بود که جلسه قبل ثابت کردیم. و در حقیقت من توزیع پایه میتونم پیدا کنم چیه، و در حقیقت خب این خیلی داره چیز میکنه که چرا متوسط زمان بازگشت اینقدر ربط داره به وجود توزیع پایا. یعنی متوسط زمان بازگشت، بازگشتی مثبت، بازگشتی پوچ و وجود توزیع پایا، اینا به هم چرا اینقدر گره خورده است. و من یه چیز کوچولو دیگه هم میخوام اضافه کنم و بعد برم راجع به چیز صحبت کنم، راجع به قدم زدن تصادفی روی صحیح. ببینید بچه‌ها، من فرض یه استیتی مثل A رو در نظر بگیرید، یه وضعیتی بیایید این حد رو حساب کنید. فرض کنید زنجیر مارکوفتون با یه توزیع اولیه شروع کرده و حالا خیلی توزیع اولیه کار ندارم، ولی ایکس آی فرض کنید که چیزه، ایکس آی استیتش در ایکس ان استیت زنجیر مارکوف در زمان n. خب بیاین نگاه کنید از زمان i مساوی 1 تا n، خب تو زمان 1 2 3 4 5 6 تا n من چند بار تو a بودم؟ در حقیقت 1 xi مساوی a، یعنی اگه من در زمان i تو a باشم 1 وگرنه 0، برای من جمع i مساوی 1 تا n 1 xi مساوی a تعداد دفعاتی رو میشماره که من تو a بودم. و اگه اینو تقسیم بر n بکنم، این داره میگه که من چه کسری از زمان تا n رو توی استیت a گذروندم. و اگه حد n به سمت بی نهایت رو گیرم، میگم من تا بی نهایت که میرم چه کسری از زمان رو در a میگذرونم. اوکی، پس این داره متوسط زمانی رو به من نشون میده، زمانی که به طور متوسط من توی a گذروندم. اگر این حد وجود داشته باشه، خب حالا این حد اصلا واضح نیست که وجود داره نداره، اگه وجود داره تصادفیه تصادفی نیست، این اصلا مسئله ساده نیستش. خب ولی فرض کنید که حالا وجود داره ایشاده که گربه است، و فرض کنیدم که من توزیع پایا دارم. دقت کنید که وقتی میگم توزیع پایا دارم، یعنی فرض بازگشتی مثبت بودن رو دارم، تحویل ناپذیری میتونم حالا داشته باشم یا نداشته باشم،
ولی حالا بهتون میگم که چرا، ولی حالا خیلی ماجرا جدی نیستش و تناوبم میتونم داشته باشم میتونم نداشته باشم. این یکی از دوستان سوال خیلی خوبی پرسیدن، گفتن با شروع از چه حالتی؟ این بسته به وضعیت شروعمون کمیتیه که میتونه چیزهای مختلف بشه دیگه. احتمالاً با یه حالت شروع کنیم ممکنه یه مقداری بشه، با یه حالت دیگه شروع کنیم ممکنه مقدار دیگه بشه. خب من فعلا حرفی نزدم راجبش، سوال خوبیه ولی من خیلی چیز نکردم، گفتم زنجیر مارکوف در زمان این راجب شروعش صحبت نکردم. یه کمیتیه که با هر شروعی من میتونم تعریفش کنم، میتونه وجود داشته باشه یا نداشته باشه، اگه وجود داشته باشه احتمالاً تصادفی میتونه باشه. خب و فرض کنید پس من توزیع پایه دارم و مینیمم ریکوایرمنت وجود توزیع پایه اینه که من زنجیرم باید بازگشتی مثبت باشه، حداقل توی استیتای خوبی. خب به طور خاص اگر زنجیر من بازگشتی مثبت و تحویل، چرا نوشتم پذیر، تحویل ناپذیر باشه، فرض کنید پس من یه زنجیر مارکوف بازگشتی مثبت تحویل ناپذیر دارم، خب این دوتا رو فرض کنید و در یعنی راجب تناوبش دقت کنید که حرفی نزدم. در چنین شرایطی ادعا اینه که اولا تو چنین شرایطی من حتما توزیع پایه یک تا دارم. خب اگه من زنجیر مارکوفم تحویل ناپذیر باشه و بازگشتی مثبت باشه، من یه توزیع پایه یک تا دارم. خب دقت کنید که قضیه همگرایی به توزیع پایه نیازمند عدم تناوبه. خب ولی اگر عدم تناوب رو نداشته باشم، یعنی حتی اگه احتمالا متناوب باشه، توزیع پایه یکدار دارم. این درست؟ خب یعنی این فقط با همین دوتا شرط به دست میادش. و در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که اگر این حدی که گفتم متوسط زمانی که توی آ بودیم و حساب کنیم، این حد همبار یعنی با احتمال یک وجود داره. خب من بخوام اینو دقیق بنویسم، جواب بنویسم almost surely، یعنی با احتمال یک وجود داره مستقل از جای شروع و دقیقاً میشه همین توزیع پایام. یعنی در حقیقت ببینید این چیزی که داریم میگه، این میگه متوسط زمانی که تو آ میگذرونید شما دقیقاً میشه توزیع پایاتون. اوکی، یعنی احتمالی که توی A باشید. شهودش هم خیلی عجیب نیست. ببینید وقتی من زنجیر مارکوف مثبت بازگشت مثبت تحویل ناپذیر دارم، یه لحظه فرض کنید عدم تناوبم دارم، واقعیت اینه که عدم تناوب شرط جدی نیست ولی حالا فرض کنید اونم دارم. خب اگه این سه تا شرط رو داشته باشم، من قضیه همگرایی به توزیع پایه دارم. یعنی اگه یه زمان زیادی سب کنم، خب مثلا فرض کنید که حالا 100,000 قدم، 1,000,000 قدم، فرض کنید من 1,000,000 قدم زدم، تقریبا توزیع من مستقل از توزیع شروع توزیع پایه است. یعنی در گام 1,000,000 مثلا، حالا این 1,000,000 واقعا بستگی به زنجیر مارکوف داره، ولی فرض کنید در گام 1,000,000 من با احتمال خیلی خیلی قیافم شبیه توزیع پایه است، بنابراین با احتمال پای A to A هم. خب A استیت فیکس توی چیزمه، توی فضای حالتم. خب یه استیت A بگیری، فرض کنید که من زنجیر مارکوف هم بازگشت مثبت تحویل یه تو فضا دیگه، یعنی چی؟ یه نقطه یا فضا، یه نقطه، یه اس نفهمیدم. میخوای دست ببر بالا سوالتو بپرس، بفرمایید استاد. ببخشید معذرت میخوام وسط توضیحتون، متوجه نشدم. یه نقطه است یا یک مجموعه از نقاط؟ نه یه نقطه است، یه تک نقطه است. خب متوسط زمان ها، درسته، حالا فهمیدم، ممنونم. آره اوکی، ببینید اینو داشتم میگفتم، فرض کنید یک لحظه، خب من متناوبم تو پرانتز مینویسم که بگم ولی فرض کنید یه لحظه متناوبم، نامتناوبم، ای خدا، فرض کنید یه لحظه نامتناوبم باشه، پس من همگرایی به توزیع پایه دارم. خب پس مثلا اگه من 1,000,000 گام قدم بزنم، 1,000 تا گام قدم بزنم، تقریبا توزیع پایه مثلا. خب حالا پس یعنی در گام 1,000 من با احتمال پای A توی استیت آیا،
خب به گام هزارم رو در نظر بگیم، محتمل پایه ای تو استیت آید. از الان به بعد اولا این چیزی که تا الان اتفاق افتاده که هزار تا گام بوده، بعدا من میخوام حد بگیرم وقتی n به سمت بی نهایت بره تقسیم بر n کنم، برای هر اتفاقی تو این هزار گام افتاده باشه هیچ اهمیتی نداره، همش تو a باشه، هیچی تو a نباشه، ما یه عدد بین 0 تا 1000 که تقسیم بر n داره میشه که n به سمت بی نهایت میره، بنابراین به 0 میل میکنه. پس این هزار گام اولی که مهم نیست. حالا من با احتمال پای a تو a هم. از الان به بعد تا دفعه بعدی که ایو ببینم چقدر طول میکشه؟ به اندازه تاو ای ای، یعنی زمان بازگشت به ای. بعد از این دوباره چقدر طول میکشه؟ یه تاو ای ای مستقل و همتوزی تا دوباره به ای برگردم. دوباره بعد از این یه تاو ای ای مستقل و همتوزی طول میکشه تا من به ای برگردم. بنابراین اگه من اولین باری که تو ایمو نگاه کنم ببینم بعد از این چقدر من زمانم تو A گذروندم، مثلا به این نگاه کنم، فرض کن اولین بار که من به A رسیدم تا قبل از اینکه یه زمان اولا که حتما میدونم میرسم به خاطر اینکه بازگشت مثبت تحویل ناپذیر و بازگشت مثبت تحویل ناپذیر من میدونم حتما به A میرسم، خب عدم تناوبم لازم نداره. حالا به A رسیدم، بیاید نگاه کنید از A چقدر طول میکشه تا قبل از اینکه لیست متناهی بود تقسیم بر n میشه، بعدم به سمت n به سمت n میشه 0. از اینجا بعد چه اتفاقی میفته؟ از اینجا بعد من از این به اندازه تا ای ای طول میکشه تا برگردم دوباره به ای. دوباره تا ای ای طول میکشه تا برگردم به ای. دوباره تا ای ای طول میکشه تا برگردم به ای که این تا ای ای ها مستقل و همتوزیان. همتوزی و مستقل بودنش هم به خاطر خاصیت مارکوفه. وقتی که برگشتی به ای دیگه مهم نیست قبل از این چه اتفاقی افتاد. به اندازه تا ای ای دوباره عدسه طول میکشه تا برگردی. پس اگه من زمانهایی رو نگاه کنم که توی ای در حقیقت به اندازه یه تا ای ای طول میکشه تا به ای برگردم، برای من صورت من هر دفعه که یه دونه اضافه میشه مخرج من یه تا ای ای اضافه میشه، و اگر من انومین باری که تو ای امو نگاه کنم خب این میشه، یعنی اگه به انومین باری که به ای برگشتم صورت من هستش ان، مخرج من چیه؟ جمع n تو تا ای ای مستقل و همتوزی، خب به علاوه یه ثابتی که مال اولین باریه که من به ای رسیدم، خب به ثابت تصادفی تا اولین باری که به ای رسیدم من واقعیش. خب حالا حد این n به سمت بی نهایت بره یه قانون اعداد بزرگه دیگه، حد این میل میکنه به یک تقسیم، یعنی در حقیقت برعکس اینو اگه معکوس اینو نگاه کنیم میل میکنه به میانگین تا ای ای، خود این تقسیم میکنه میل میکنه به یک تقسیم بر میانگین تا ای ای، که خب اینم میشد دقیقا همون پایه ای من دیگه. اوکی، پس اگه من بیام به اولین باری که به ای رسیدم نگاه کنم، بعدش ببینم تا گامنم چقدر دیگه طول میکشه، این شکلی رفتار کنه. یه سری ظرافتی داره واقعیتش نوشتنش، ولی تقریبا اسنشیالی همینه اثباتش، یعنی خیلی خالی هم نبستم و همینطور که دیدین خیلی نامتناوب بودم، لازم نیست که فقط از همین بازگشت مثبت بودن تحویل ناپذیر بودن من اینو میتونم ثابت کنم. پس دقت کنید که این پای ای یه جورایی میانگین مکانیه، توضیح روی فضا حالت ها، روی فضای حالت من، این یه جوری این چیزی که اینجا دارم یه میانگین زمانیه، و در حقیقت داریم که برای زنجیر مارکوف تحویل ناپذیر بازگشتی مثبت میانگین زمانی که شما تو A میگذرونید با میانگین مکانی که تو A قرار بگذارید، میانگین به معنای توزیع، با هم برابره. اوکی، در حقیقت شما اگر که این ور فقط فرام ببینید که حجم زمانی که توی A استیت A گذروندید نگاه کنید، این عین این میمونه که مثلا از اول گفته توزیع پایا اینجا چقدر. خب اینم یه چیز ساده راجع به میانگین زمانی و مکانی که من میخواستم بگم. ببینید توزیع حالت ها در بی‌نهایت به یه توزیع پایا همگرا میشه. جا
جواب اینه که به یک توزیع پایه، اگه منظورتونه نه. توزیع یعنی یه ویژگی داره، یعنی مجموع درایه ها با چیز بشه، یک بشه. این درست نیست. همیشه به یک توزیع پایه به این معنا میل نمی کن. حالا همین الان یه ذره جلوتر میبینیم که چه اتفاقی میفته. ممکنه اندازه بشه، ممکنه هم هست اصلا همه مجموعشون صفر بشه. یعنی اون چیزی که میل کنه. اصلا تو حالت گذرا این اتفاق میفته دیگه. فرض کنید من یه چیزی دارم که گذراست، خب، و اصلا یه زنجیر مارکوف خیلی مسخره در نظر بگیرید، زنجیر مارکوف رو n در نظر بگیرید که از هر جایی که هستید به احتمال یک میرید به n علاوه یک. خب این اگه تو رفتار تا بی نهایتش در نظر بگیرید همه چی از بین میره، شما با احتمال صفر هر جایی هستید. همگران به چه معنا همگراست؟ همگران نیست دیگه، یعنی با خیلی از معناهای خوب همگرا نیست. نکته این که اصلا این چیزی که همه جا بردار احتمال صفر اصلا توزیع نیست. خب ولی یه معناهای خوبی میشه بهش داد، به این معنا که اگه رو شما رو هر فضا زیر مجموعه متناهی اگه بگیرید به احتمال حضور در اون زیر مجموعه متناهی احتمالا میل میکنید. ولی خب این احتمال حضور در مجموعه متناهی حالا یه ذره چالش داره، بیخیال الان به نظرم پیچیده میشه، فقط خیلی دیگه گیر ردید به این تیکش. ولی میخوام بگم که نه، این لزوما درست نیست. ولی مثلا یه فرض مثل بازگشتی مثبت بودن رو اضافه کنید دیگه خیلی اوضاع خوب میشه. این به شرطی که توزیع پایا باشه اوضاع خیلی خوبه. خب و تناوب فقط باعث میشه که شما تیکه تیکه بشه زنجیر مارکوفتون. یعنی مثلا فرض کنید که شما زنجیر مارکوف همین حالا مثلا قدم زدن تصادفی ساده رو زیر رو در نظر بگیرید، این دوره تناوب دو داره دیگه. مثلا شما اگه با احتمال مثلا با احتمال پی روی عدد زوج شروع کنید، با احتمال کیو روی عدد فرد شروع کنید توزیع اولیتون، احتمال رو زوج و فرد بودن تو همیشه پی کیو کیو پی پی کیو کیو پی پی کیو کیو پی. به خاطر همین شما نمیتونید به توزیع میل کنید، یه تناوبی دارید. خب مشکل جدیه برای چیزی. حتی حالا کلا هم این به توزیع میل نمیکنه، ولی یه ذره مشکل دارید. میخوام بگم که تناوب فقط باعث میشه که هی بچرخه. ولی اگر با احتمال یک تقسیم بر تعداد مؤلف قوی هم بندی یا با یک تقسیم بر تناوب از هر کدوم از مؤلف های هم بندی قوی شروع کنیم، اون وقت همگرایی اونجا هم داریم. یعنی یک تایی توزیع پایه‌دار داریم، ولی همگراییش یه ذره چالش برانگیز. خب این تیک آخر اگه کسی نفهمید سخت نگیره، خیلی جدی نم. ببینید کاری که امروز میخوایم بکنیم این، من سعی کردم یه دید کلی از آنچه گذشت بهتون بدم، یه قصه وار. خیلی هم دیدی که سعی کردم چیز ننویسم به جز این تیکه آخر. و امروز کاری که میخوام در ادامه جلسه بکنم، میخوام یه ذره به صورت خاص مثال قدم زدن تصادفی که یه مثال خاصی از زنجیرهای مارکوف رو بررسی کنیم. من جلسه قبل قدم زدن تصادفی رو یه گراف کلی و تعریف کردم که یه گراف کلی داشتیم رو هر رأسی با احتمال یک تقسیم بر درجهش میریم به یکی از رأس‌های مجاور. و حالا این گراف فرض کنیم بدون جهت یک جهت دار داشته باشیم، میتونستیم با یک تقسیم بر درجه خروجیش بریم به یکی از رأس‌های مجاور. ولی حالا فعلا من میخوام زوم کنم رو حالت خاص گراف‌های زیدی. قدم زدن تصادفی ساده روی زیدی یا شبکه دی بودی اینطوریه که روی مثلا زد دو این میشه که شما بیاین خط صحیح رو در نظر بگیرید، رو هر نقطه از باتون یه دوم میری راست، باتون یه دوم میری چپ. خب و در حقیقت حالا اگر که چیزم نگاه بکنید، اگه مثلا زیدو رو هم نگاه کنید، باتون یه چهارم بالا، یه چهارم پایین، یه چهارم راست، یه چهارم چپ، یا تو حالت دی بودی باتون یک تقسیم بر دو دی، یکی از این دی جهت رو انتخاب میکنید و باتون یه دوم کم میکنید و مؤلفتون زیاد. اینو اگه نگاه بکنیم یک زنجیر مارکوفه، نامتناهیه، تحویل ناپذیریش واضحه، از هر نقطه باتمان مثبتی به هر نقطه دیگه میشه رفت، یعنی با حداقل احتمال یک تقسیم بر دو دی به توان فاصله در حقیقت مجموع اختلاف درایه‌هاشون میشه رفت به اون، و دو متناوب بودنش هم واضحه دیگه. اگه مجموع درایه های بردار رو نگاه کنید زوجیتش هر دفعه عوض میشه، اگه مجموعش زوج باشه دفعه بعد میشه فرد، اگه فرد باشه میشه زوج، برای من دو متناوب هم هستش.
اوکی، پس تحویل ناپذیر، نامتناهی، دو متناوب. چون نکته که وجود داره اینه که این زنجیر مارکوف یه زنجیر مارکوف بازگشتیه، یعنی احتمال رفتن از آی به جی با جی به آی برابره. اگه فاصله شون یک باشه، یک تقسیم بر دو دیه. اگه فاصله شون یک نباشه، صفره. چون یه زنجیر مارکوف بازگشتی داریم که احتمال رفت و برگشت بین هر دوتا استیت، یعنی احتمال از آی به جی، جی به آی برابره، اگر چون تحویل ناپذیره، یه دونه توضیح، یه دونه اندازه پایا بیشتر نمیتونه داشته باشه، و چون متقارن ماتریس گذرمون، یعنی احتمال از آی به جی و جی به آی برابره، این یه دونه توضیح پایا یکتا باید همه درایه ها برابر باشه، یعنی این اندازه پایای یکتاست. خب ولی خب همینجور که میدونیم نامتناهی و درایه داره، یعنی با احتمال یک، یعنی چیز اندازه‌ای که رو همه استیت‌ها می‌ذاری با هم برابره، ولی خب همونطور که می‌بینیم مجموع این درایه‌ها متناهی نیست دیگه، به وضوح مجموع نامتناهی تو عدد مثبت، بنابراین نامتناهی تو عدد برابر مثبته که بنابراین متناهی نمیشه که من بتونم نرمالایزش کنم. بنابراین چون این اندازه پایامونه، قطعاً توزیع پایا نداره. چون توزیع پایا نداریم، بازگشتی مثبت نیست. اوکی، چون توزیع پایا وجود نداره، بازگشتی مثبت نمیتونه باشه. چون بازگشتی مثبت باشه، حتما من توزیع پایا دارم. پس یا بازگشتی پوچه یا گذر. و کاری که می‌خوایم در ادامه این جلسه بکنیم اینه که بررسی کنیم که این کی بازگشتی مثبته، کی بازگشتی پوچه، کی گذرا. بیایم به ترتیب زمان شروع کنیم. خب به ترتیب دی شروع کنیم. دی مساوی یک، با دی مساوی یک شروع کنیم که خود زیه. قدم زد به این شرطی هم که با احتمال برابر به هر کدوم از دو میریم، بهش میگیم قدم زدن تصادفی ساده. خب قدم زدن تصادفی ساده روزی با احتمال یه دوم میریم چپ، با احتمال یه دوم میریم راست. برای اینکه من اینو بهتر فرمول بندیش کنم، بیاین ایکس آیو در نظر بگیرید، یه متغیر تصادفی باشه که با احتمال یک یه دوم یکه، با احتمال یه دوم منفی یکه، و ایکس آی ها مستقلن، در حقیقت ایکس آی ها با این شرط آی آی دی میشن، مستقل و همتوزیع میشن. خب این ایکس آی در حقیقت تصمیم چپ یا راست من تو گام آیومه، یعنی تو گام آیوم میگه هر جا که هستی، ایکس آی بهت میگه برو چپ یا برو راست. و خود قدم، محل قدم زدن تصادفی رو با اس ان نمایشش میدم که هست مجموع آی مساوی 1 تا ان ایکس آی، که معنیش اینه که چون آی اگر رو بذارم صفر میشه صفر، یعنی این میشه قدم زدن تصادفی که از صفر شروع کرده. از مبدأ شروع کرده، از مبدأ شروع میکنه، هر پاتون یه دوم میره چپ یا راست. اوکی، پس قبول داری که این همون فرمول بندی قبلیه دیگه، واضحه که تو هر جایی هم که میرسید مستقل از ایکس آی های قدیمی که تصمیم گذشته تونه، تصمیم چپ یا راست میگید و با احتمال یه دوم میرید چپ یا راست. خب سوال اولی که دارم اینه که این قدم زدن تصادفی رو زی به نظرتون بازگشتی پوچه یا گذرا؟ کسایی که از قبل جوابشون میدونن نگن، کسایی که از قبل نمیدونن حدس بزنن یا ایده بدن. خب این پوچه، بازگشتی پوچه یا گذرا؟ پیشنهادی وجود نداره؟ پیشنهادی وجود نداره؟ یکی از کسایی که از قبل میدونه خب جوابشو بگه، یکی کسی هست که میدونه از قبل. تو این لیست مطمئنم کسانی وجود دارن که میدونن از قبل. خب درسته این بازگشتی پوچه، اما آقای قراخانی سر کلاسه، اگر اجازه بدن من ایشونو به عنوان اپراتوره که به من همکاری کنن چیزشون میکنم. سلام، سلام قراخانی، صدای من دارید؟ صدای من نیست سوهران. چرا چرا صداتون هستش؟ سلام، سلام، ارادت خوبی؟ دستتون در نکنید کمک بکنید حالا. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب نکته که وجود داره اینه که همچون که بچه ها گفتن این بازگشتی پوچه، حالا
هر کسی از جمله خودتون آقای قرخانی داوطلبه که حدس بزنه یا توضیح بده چرا، من خوشحال میشم. حالا منم فقط در همین حد یادمه که بازگشتی پوچه. میتونم یه تلاشی بکنم ولی چیزی از اثبات یادم نیست. خب باشه، خب خوبه، اتفاقا خوبه. کسی ایده داره چجوری اینو ثابت کنیم؟ اگر که هم بفرمایید پویای احسانی. استاد صدا میاد؟ بله بله. به نظرم میشه به صورت N تا نقطه محدود متناهی در نظر گرفت. بعد تعداد حالت هایی که مثلا فرض کنید با یک بار، با دو بار برگشتن یا با چهار بار برگشتن این شکلی در نظر بگیریم، جمعش کنیم، بعد اینو به سمت بی نهایت میل بدیم. امید ریاضی از این حالت به دست میاد. امید ریاضی چی؟ بگو دوباره، من خوب متوجه نشدم. نکنید فرمول امید ریاضی میشه x لب در امید ریاضی چی؟ امید ریاضی این که دوباره برگرده سر جای اولش. امید ریاضی که برگرده یعنی امید ریاضی تعداد دفعاتی که امید ریاضی تعداد دفعاتی که برمیگرده سر جای خودش. بله بله بله. خب این خیلی چیز خوبیه، من تا یه اخطار بهتون بدم ولی اگه دوست دارید ادامه بدید، که ممکنه که امید ریاضی تعداد دفعاتی که برمیگرده سر جای خودش نامتناهی باشه ولی تعداد دفعاتی که برمیگرده متناهی باشه. ممکنه متناهی تصادفی باشه که حت متناهیه ولی امیدش نامتناهیه. درسته، به خاطر همین من خود تعداد نقاط متناهی گرفتم، انتا گرفتم که این اتفاق نیفته. وقتی انتا بگیریم متناهی باشه، خب تعداد نقاط مسئله که خب ذاتاً نامتناهیه، چجوری می‌خوای متناهی؟ بله بله، من ان گرفتم، بعد انو به سمت بی نهایت میل میدم. اوی یه ذره این کار خطرناکه، چون دو تا حد به سمت بی نهایت دارید، جابجا کردن حد کار بدیهی نیست. خب اصلا دستم رو برم پایین. ایدهتون خیلی خوب بودا، یعنی کماکان خیلی جذاب ایده ولی یه ذره هنوز ناقصه. خب اگه اجازه بدید من خودم یه سعی کنم جوابی به این بدم. ببینید همینطور که بچه ها گفتن، من میخوام سوال کنم قضیه مثلا تصادفی ساده روی زی بازگشتی. خب زی از یه جهاتی مسئله خیلی ساده، یعنی ساده تره. قبل از اینکه من حالا اثبات رو بگم، ببینید فرض کنید نخواد بازگشتی باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه من از صفر شروع کنم، قراره هیچ وقت دیگه به صفر، مثلا از یه جای به بعد دیگه به صفر بر نگردم دیگه. خب یعنی وقتی که بازگشتی، یادتون باشه بازگشتی بودن و نبودن معادل با این بود که تعداد دفعات ویزیت از یه نقطه almost surely متناهیه یا نامتناهی. و خب وقتی که بازگشتی نیست، یعنی من از صفر که میفتم دیگه، یا چند بار برمیگردم دیگه هیچ وقت بر نمیگردم. خب دقت کنید که وقتی به صفر هیچ بار بر نمیگردم، تعداد از یه جایی به بعد قرار دیگه به صفر بر نگردم، معنیش اینه که تعداد دفعاتی که به یک میرسم هم باید متناهی باشه، به خاطر اینکه اگه به یک نامتناهی بار برگردم، هر بار که به یک میرسم باتون یه دوم میرم به صفر دیگه، و خب میشه یه احتمالی که هیچ وقت بس از یعنی نامتناهی بار بیام تو یک و هیچ وقت بعد از اون به صفر برنگردم، میشه یک دوم تا بی نهایت که صفر. پس من باید به یک هم نامتناهی بار برسم، با همین استدلال به دو هم نامتناهی به متناهی بار برسم، به دو هم متناهی بار، به سه هم متناهی بار، به چهار هم متناهی بار، از این بر به منهای یک هم متناهی بار، به منهای دو هم متناهی بار، به منهای سه هم متناهی بار. نتیجه این که این زی چون خیلی محدوده، یعنی شما نمیتونید از اعداد مثبت بپرید رو اعداد منفی بدون که از صفر بگذرید، نتیجه اینه که یا قدم زدن تصادفی من باید به بی نهایت میل کنه یا باید به منهای بی نهایت میل کنه، به این معنی که از یه جایی به بعد دیگه n رو نباید به، یعنی بزرگتر از n، از یه جایی به بعد بزرگتر از n بالا بگیره، از یه جایی به بعد بزرگتر از 1000، از یه جایی به بعد بزرگتر از 10000، یا از یه جایی بعد بزرگتر از کمتر از منهای 1000، از یه جایی بعد کمتر از منهای 10000. در حقیقت تا همینجا یه ذره ماجرا مشکوک به نظر میاد برای گذرا بودن، چون گذرا بودن داره میگه این قدم زدن تصادفی دیگه بره جلو، پشت سرش رو نگاه نکنه با احتمال یک،
یا بره عقب دیگه پشت سرش رو نگاه نکنه، و اینکه تصمیم جلو بره پشت سرش رو نگاه نکنه یا عقب بره پشت سر جلوش رو نگاه نکنه یه ذره تصمیم عجیبیه که بسته به صفر، یهو بگه آقا من یه سکه میندازم دیگه میرم بی نهایت، یا یه سکه میندازم دیگه میرم منفی بی نهایت. خب چون به نظر میسه شما 100 هزار تا گام هم زده باشید، چون قرار همگرا به بی نهایت یا منفی بی نهایت بشه، الان تو گام انوم هم که هستیم منظور میشه با همون احتمال ممکنه تصمیم بگیره به مثبت بی نهایت یا منفی بی نهایت، ولی این تصمیمش با تصمیم لحظه اول انگار سازگار لزوما نیست دیگه، چون که لحظه اول گفته باشه برو مثبت بی نهایت، تو گام دهم تصمیم گرفته باشه برو منفی بی نهایت، و این تصمیم مارکوف بودن با هم جور در نمیاد انگار، به خاطر این قرار من تصمیم تو گام انوم و گام اولم از هم مستقل باشه، و من چجوری اول کار این تصمیم میگیره که برو بی نهایت دیگه پشت سرت رو نگاه نکن، یا برو منفی بی نهایت دیگه جلوت رو نگاه نکن. این یه ایده شهودی که به نظر نمیرسه ماجرا، شهودی از این که این نمیتونه تصمیم بگیره بره بی نهایت یا بره منفی بی نهایت، وقتی این تصمیم نتونه بگیره مجبور میشه از صفر نامتنایی بار بگذره. خب این یه تصویر شهودی که باید چیز باشه، باید از صفر نامتنایی بار بگذره، ولی بریم سعی کنیم اثبات رسمی و درست ترتمیز بیشتر از این ماسمالی که من داشتم میکردم بگم. سحر ایمانی چیزی میگه، میگه یه چیزی مفهومی ندارم که اجازه اولین زمان. آها خب خیلی چیز درستی تقریبا یادتونه خانم ایمانی. ببینید اولا دقت کنید که من زنجیره مارکوف هم دو متناوبه، برای من با شروع از صفر اگه بخوام برگردم به صفر فقط تو زمانهای زوج میتونم برگردم. بیاین احتمالی که تو گام دو انوم من تو صفر باشم و حساب کنیم. خب این یه قضیه دو جمله ساده است، با احتمال n از 2n، یعنی من n از 2n جور، من میتونم جاهایی که تصمیم راست گرفتم رو انتخاب کنم، تو n تا گام دیگه باید تصمیم چپ بگم، یعنی من اگه 2n گام زده باشم n بار باید راست رفته باشم، n بار چپ، این تنها جوریه که من میتونم بعد از 2n گام دقیقاً تو سر جای اولم باشم. خب n از 2n جور میتونم اون دفعات که راست میره رو انتخاب کنم، ما بقیه دفعات باید چپ برم، و خب دیگه الان دقیقاً مشخص شده چه زمانی راست برم چه زمانی چپ، هر کدوم از این تصمیم‌ها با احتمال یه دوم اتخاذ میشه، پس کلش با احتمال یه دوم به توان 2n اتخاذ میشه. پس این میشه احتمال اینکه من در گام انوم دقیقاً سر جای اولم باشم. خب اینا بنویسیم میشه 2n فاکتوری تقسیم n فاکتوری به توان 2 ضرب 2 تا منفی 2n، و خب من یه برای رفتار حدی n فاکتوریال در حقیقت یه تخمین مجانبی برای n فاکتوریال دارم، تخمین استرلینگ اگه که یادتون بیاد تقریبا استرلینگ، تقریب استرلینگ میگفت n فاکتوریال تقریبا هستش n ایون به توان n ضرب در رادیکال 2 پی ام. اگه من اینو جایگذاری کنم به جای 2 n فاکتوریال میذارم 2 n ایون به توان 2 n ضرب در رادیکال 2 ضرب در 2 پی ام که میشه رادیکال 4 پی ام، مخرجم هم که میشه n ایون به توان n n ایون به توان، چون n فاکتوریال به توان 2 بود میشه n ایون به توان n به توان 2 که میشه n ایون به توان 2n، رادیکال 2 پی ان هم به توان 2 میشه 2 پی ان. خب اگه نگاه کنید الان 2 به توان 2n با 2 به توان منفی 2n ساده میشه، n به توان 2n با n به توان 2n مخرج ساده میشه، e به توان 2n با e به توان 2n مخرج ساده میشه، بنابراین این تیکه و این تیکه و این تیکه کامل ساده میشه، فقط میمونه این، این تیکه هم رادیکال 4ش با 2 ساده میشه، برای من صورت رادیکال پی ان مخرج خود پی ان که میشه 1 تقسیم بر رادیکال پی ان. پس برای انای بزرگ احتمال این که من بعد از 2 انگام تو صفر باشم تقریبا هست 1 تقسیم بر رادیکال پی ان، و نتیجه این که اگه من بیام مجموع احتمال اس ام مساوی صفر رو نگاه کنم میشه مجموع 1 تقسیم بر رادیکال پی ام آ که میشه بی نهایت. دقت کنید که این مجموع پی اس ام مساوی صفر در حقیقت متوسط تعداد ویزیت های از صفر، همون چیزی که دوستتون داشت میگفت، این امید ریاضی تعداد ویزیت های از صفره، و الان اینو ثابت کردم که بی نهایته، ولی این هنوز نشون نمیده که تعداد ویزیت ها هم بی نهایته، به خاطر اینکه چیزه، به خاطر اینکه ممکنه یه متقارن متنایی باشه با امید نامتنایی. ولی یه لحظه اینو دقت کن، اینا من دقیقا فرمالایزش میکنم،
دقت کن که تعداد ویزیت هر دفعه که تو صفرم تا برگشت صفر به دفعه بعدی که صفر برمیگردم هر چقدر احتمال داشته باشه، این یه متغیر هندسیه. خب بنابراین تعداد ویزیت های من از صفر میشه، یعنی زمانی که طول میکشه تا برگردم به صفر، متوسطش میشه یک تقسیم بر این متغیر هندسی، که متغیر هندسی خوبیش اینه که یه جور رفتار مستقل داره و بنابراین متناهی بودن و نامتناهی بودن این، یعنی این که من برمیگردم یا نه و متناهی نامتناهی بودنش و متناهی نامتناهی بودن این متوسطه با هم یکسان میشه. این چیزی که من گفتم این نفهمیدید اصلا سخت نگی، من الان دقیقه دقیقشو میگم. بیاید تاو ان صفر رو، ما تای صفر رو قبلا تعریف کردیم، تای صفر این بود که زمان برخورد به صفر بود. تاو ان صفر رو بگیرید زمان انومین برخورد به صفر، در حقیقت این میشه مینیمم تی که بزرگتر از تاو صفر، تاو ان من های یک صفر، این بعد از انومین ان من های یک برخورد و دوباره من به صفر خورد، اینو اسمش رو زمان برخورد انوم به صفر. خب حالا ببینید، من الان گفتم این مجموع احتمال این که تو گام امم تو صفر باشیم بی نهایت. خب و این احتمال اس ام مساوی صفر، امید یک اس ام مساوی صفره که خب امید ریاضی رو میارم بیرون، میشه امید مجموع تعداد ویزیت ها. خب دقت کنید، مجموع تعداد ویزیت ها دقیقا میشه مجموع تعداد دفعاتی که تعداد ان هایی که تا صفر ان کمتر از بی نهایته، حالا با شروع از صفر. خب این دقیقا میشه تعداد دفعاتی که تعداد دفعاتی که من باید ببینم تا ان صفر چند بار متناهیه. خب هر تا به ازای هر تا ان صفری من یه ویزیت از صفر داشتم دیگه، به ازای تا 1 صفر من یه ویزیت از صفر دارم، به ازای تا 2 صفر دو تا یه ویزیت از تا صفر دارم، تا دفعه که تا اونی که دیگه بی نهایت بشه، اگه بی نهایت بشه این دیگه من بر نگشتم. پس این مجموع رو من میتونم بیام محدود کنم به زمان، به دفعاتی که من توی خود صفر هستم. پس این دوتا مجموع دقیقا با هم برابرن. اوکی، پس مجموع این دقیقا داره تعداد ویزیتا رو میشمونه، اینم تعداد ویزیتاست، فقط من یه جور دیگه نوشتم. خب یعنی این عملا این معادل با اینی که من اینو اومدم فقط تو زمانی که توشن گرفتم گفتم خب اون دفعه من یه تاونیم یه دونه زیاد شده و خب معنیش اینه که اون کمتر از بی‌نهایته و اینو اومدم حساب کردم. خب پس این کمیت و این کمیت با هم برابره، دقیقا با هم برابره. پس امید اینم با امید این برابره، فقط من چون حالا با شروع از صفر میخواستم بنویسم، همه چی رو بیام بنویسم با شروع از صفر. اوکی، و حالا اینو من میتونم امید ریاضی رو دوباره ببرم تو، این میشه مجموع n مساوی صفر تا بی‌نهایت امید ریاضی یک تا n صفر کمتر از بی‌نهایت. یکی از بچه‌ها میگه توضیح بدم چرا این دوتا کمیت برابره. ببین این کمیت چند میشه دقیقا؟ این به ازای تعداد زمانهایی که من تو صفرم یک، فرض کنید من تو زمان 4 و 8 و 16 تو صفرم، پس تو 4 یک، تو 8 16، تو 8 یک، تو 16 هم یک، این عدد مثلا میشه 3، از این به بعدم یک نیست دیگه. خب این چی میگه؟ نتیجهش اینه که اگه من فقط 3 بار تو زمانه 4 و 8 و 16 تو صفر باشم، بنابراین تا صفر یک متناهیه 4، تا صفر دو هم متناهیه 8، تا صفر سه هم متناهیه 16، و تا صفر 4 دیگه نامتناهیه، چون من دیگه 4 رومین باری که به صفر برخورد کردم ندارم. خب پس دقیقا 3 تا از این تا صفر آی ها یا تا صفر ان ها متناهیان، مابقیش نامتناهیان. اوکی، پس تعداد تا صفر ان هایی که متناهیه دقیقا با تعداد ویزیت ها برابر میشه. اوکی، و حالا اینجا هم که دوباره مجموع با امید ریاضی جاشو عوض کردم، و خب امید تا صفر ان کمتر از بی‌نهایت دقیقا میشه پی صفر تا صفر ان کمتر از بی‌نهایت. خب چون امید ریاضی کمیتی که صفر یا یک میشه احتمال یک بودنش، برمه میشه احتمال این اتفاق. حالا دقت کنید که احتمال تا صفر ان کمتر از بی‌نهایت چی میشه؟
من هر بار که از صفر را میفتم برمیگردم به صفر، احتمالی که یه بار دیگه برگردم به صفر اینه میمونه که از اول میخواستم یه بار از صفر را بیفتم تا برگردم به صفر دیگه. و اینا به خاطر مارکوف بودن دقیقا از هم مستقل بودن. حتی اگه دقیق دقیق بخوایم بگیم، بهش میگن خاصیت قوی مارکوف بودن، که درسته این قوی مارکوف هم هست، ولی سخت نگیرید. من هر بار که از صفر را میفتم دوباره به صفر برمیگردم، به همین اندازه، یعنی دوباره به اندازه یه از صفر را افتادن تا به صفر برگشتن، احتمال داره که من به صفر برگردم. پس احتمال این که من تا صفر این کمتر از بی نهایت باشه این اینه که ام بار خود تا صفر یا تا صفر یک کمتر از بی نهایت باشه. این تا صفر در حقیقت همون تا صفر یک، درسته؟ پس اینکه ام بار من از صفر را بیفتم به خودش برگردم این اینه که ام، یعنی احتمالش به خاطر مارکوف بودن میشه احتمال یه بار از صفر را افتادن به خودش برگشتن به توان ام. اوکی؟ خب حالا الان من مجموعه یه عددی بین صفر و یک به توان n رو دارم. خب این یه سری اندسی ساده است، احتمالش میشه یک تقسیم یک منهای تا صفر کم تا از بی نهایت. دقت کنید که اگر این عدد یه عدد کوچیکتر از یک باشه این یه عدد متناهی میشه، در صورتی که من میدونستم این مجموعه نامتناهی، پس این باید دقیقا خود یک باشه، یعنی پی صفر تا صفر کم تا از بی نهایت باید یک باشه. و این دقیقا یعنی بازگشتی بودن دیگه، یعنی از صفر که راه میفتی با احتمال یک به صفر برمیگردی. اوکی؟ پس در حقیقت زنجیر مارکوف، این زنجیر مارکوف من بازگشتی، این دقیقا تعریف بازگشتی بودن بود دیگه. پس دقت کنید که من از اینکه متوسط تعداد ویزیت ها از صفر نامتناهیه به این رسیدم که احتمال بازگشت به صفرم باید یک باشه. اوکی، پس این اثبات زی، زنجیر مارکوف رو زی ثابت شد که بازگشتیه. و میگم شهودی هم واضح بود، به خاطر اینکه اگه میخواست بازگشتی نباشه یا من باید میرفتم بی نهایت یا باید میرفتم منفی بی نهایت. و خب این تصمیم تو صفر من چجوری میتونستم این تصمیم رو بگم وقتی تو هر گام تصمیمم مستقل از گام های قبلیه؟ چجوری صفر میتونه دیکته کنه که از این به بعد به هر جایی رسیدین تو مجبوری تصمیم بگیری که بری بی نهایت چون من روز اول تصمیم گرفتم برم بی نهایت، یا تو مجبوری بری منفی بی نهایت چون من روز اول تصمیم گرفتم بری منفی بی نهایت؟ خب این به نظر نمی اومد با ذات مارکوف بودن ماجرا جور در بیاد. و خب دیدیم که اثبات هم کردیم که واقعا هم بازگشتیه، ولی همونطور که گفته بودم چون اندازه نابردامون همه جا یکه این بازگشتی پوچ میشه، نمیتونه بازگشتی مثبت بشه. و به توضیح پایام هم میل نمی کنم، یعنی من از یه جای شروع کنم، واقعیت اینه که هر دوتا استیتی بگیری، متوسط زمانی که توی یه استیت و یه استیت دیگه میگذرونی نسبت زمانایی که توی استیت میگذرونی تقسیم بر یه زمان دیگه به یک میل میکنه، ولی جمعشون بی نهایت. خب پس این از همین فرمول بندی که در حقیقت این که تو هر گامی تصمیم بگیر کدوم وری بری، من قدم زدن تصادفی ساده رو زیدی رو میتونم مدل کنم. اگه ای یک تا ای دی پای استاندارد من باشه، من میتونم بگم تو گام آیوم احتمالی که یکی از جهت ها رو انتخاب کنم هست یک دیوم، و اون جهتی که یکی از راستا رو انتخاب کنم هست یک دیوم، و اون تو اون راستا یا تو جهت مثبت میرم یا تو جهت منفی باید اون یه دوم. برای من در حقیقت تو هر کدوم در جهت مثبت و منفی هر کدوم از راستاهای این دیتا عضو پایان با احتمال یک تقسیم بر دو دی میرم. و اگه اس ان هم بگیرم مجموعه ایکس آی ها، این دوباره میشه قدم زدن تصادفی با شروع از صفر، قدم زدن تصادفی ساده روی زیدی با شروع از صفر. دیگه مساوی یک رو دیدیم بازگشتیه. سوال اینه که برای دی بزرگتر از یک چه اتفاق میفته؟ آیا گذرای یا بازگشتی؟ کسی ایده ای داره؟ یا اگه جوابم میدونید بگید دیگه. برای دی بزرگتر از یک گذرا یا بازگشتی؟ قبل از که جواب رو بگید من یه چیزی رو بگم. دقت کنید که اینجا
من نمیتونم همون استدلال بی نهایت رفتن بیارم. اولا مثبت منفی بی نهایت فقط دوتا نیست، شما هزار جور میتونید به سمت مثبت منفی بی نهایت برید اولا. خب ثانیاً شما برای اینکه به صفر برنگردید دیگه لازم نیست به بی مثبت یا منفی بی نهایت برید، به خاطر اینکه شما گزینه دارید که یعنی ممکنه که برید بیایید از هر جایی به هر جایی میتونید برید بدونی که از صفر بگذرید. یعنی مثلا دیگه مثل قبل نیست که شما برای از یک به منفی یک رفتن لازم باشه از صفر بگذرید، ممکنه از نقطه صفر و یک به صفر و منفی، از صفر و یک به صفر و منفی یک برید بدونی که از صفر بگذرید. خب برای من اون استدلال که اول کار تصمیم بگیر کجا میخوای برید دیگه کار نمیکنه، اون استدلالمون معتبر نیست، چون ممکن شما همینجوری بچرخید یه بر برید بین ها نه یه بر دیگه برید بعد برید یه بر دیگه بعد یه بر دیگه برید بدون اینکه این وسط هم از صفر بگذرید یا از مبدا بگذرید. پس اون استدلال شهودیه کیلویی رو نداری. حالا بر دی بزرگتر از این من میتونم یه چیزی بگم بفرمایید. بله حالا این که گفتیم لزومی نداره به بی‌نهایت بری اگر بخوای به مبدا برنگردی، اگر مثلا یه کره کرانداری یه کره حول مبدا بگیریم اگر بی نهایت بار به اون کره برگردیم، خب هر بار یه احتمال مثبتی داره که یه احتمال مثبت از یه حدی بیشتری داره که به مبدا بریم، بنابراین میتونیم بگیم حداقل از این کره خارج میشیم. بسیار عالی، خیلی شفافم بود توضیح آقای قراخانی. میگن که شما یه کره کراندار بگیرید از یه کره کراندار حتما دیگه بعد از یه مدت نباید برگردید بهش اگه بخواد گذرا باشه، چون اگه به یه کره کراندار یه مجموعه فیکس کراندار اگه به این نامتناهی بار برگردید، هر بار که این برگردید یه احتمال مثبت ثابتی وجود داره که از که مثلا به هر نقطهش برگردید با یه احتمال مثبتی میایید به صفر میرسید. مینیمم اینا رو بگیرید، برای من به این کره که میرسید با احتمال مثلا یه اپسیلونی از اون نقطه میایید به صفر میرسید و این نامتناهی بار برگردید بالاخره یه بار به صفر میرسید. پس استدلال آقای قراخانی نشون میده که اگر بخواد گذرا باشه شما از هر مجموعه متنایی بگید دیگه از بعد از یه مدت نباید اونو برگردید بهش. به این معنا شما فاصلتون از مبدا باید به بی‌نهایت میل کنه. خب ولی دیگه فاصله از مبدا به بی‌نهایت میل کردن اینطوری نیست که یا مثبت بی‌نهایت یا منفی بی‌نهایت. هزاران جور شما میتونید به بی‌نهایت برید، نامتناهی جور میتونید به بی‌نهایت بتو نامتناهی تو راستا میتونید به بی‌نهایت برید، یا اصلا میتونید جوری مارپیچ بچرخید به بی‌نهایت برید که تو هیچ راستایی هم نباشه. خب ولی چیزه، یعنی ولی این نکته درسته، یعنی شما به یک کره کراندار نمیتونید نامتناهی بار برگردید. این شروع خوبیه. یکی از دوستان پرسید این سفر توضیح بدید. ببین من این همون فقط سعی کردم اون قدم زدن تصادفی رو بیارم توی قالب تصمیم های جهتی. مثلا تو بعد دو XI اون تصمیمی که باید یه چهارم میگه یه چهارم بالا پایین چپ راست و باید یه چهارم انتخاب میکنه جمع میکنه با جای قبلی. خب پس XI تصمیم بالا چپ پایین راسته. خب بالا چپ پایین راست که هر دفعه به جای قبلیتون جمع میشه. خب و این معادله با قدم زدن تصادفی ساده است. نمیدونیم گذراست یا نه، ولی خواستم بگم اون استدلالی که قبلا آوردیم که میگفتش چیزه، میگفت روزی بازگشتی، اون استدلال الان کار نمیکنه. درسته خانم ایمانی جوابشون درسته، در حقیقت این بعد دو هم بازگشتیه ولی بعد از دو دیگه بازگشتی نیست، گذرای. خب حالا بعد دو رو کسی ایده‌ای داره چرا بازگشتیه؟ بعد دو یه اثبات خیلی زیبایی داره بازگشتی بودنش که من خیلی دوستش دارم. ببخشید من تصورم اینه که همون اثباتی که برای بعد یک داشتیم اینجا کار نمیکنه، یعنی چون ما اوردری که به دست آوردیم برای اینکه بعد از دو این مرحله برگردیم یک به روی رادیکال یا یک به روی رادیکالن بود و احساس کنم اگه تو دو تا بعد مختلف رو بگیریم تو هم ضرب کنیم از اوردر یک به روی این میشه و همچنان جمعش نامتناهیه. درسته اگر من نکته ای که آقای قراخانی میگن کاملا درسته، اگر من بتونم ثابت کنم مجموع احتمال بازگشت ها از اوردر یک انومه دقیقا ما بقیش این همون اثبات بعد یک پیش میره. یعنی این استدلالی که من تو این صفحه آوردم
این هیچ جاش از بعد یک استفاده نکردم. این تیکه از استدلال، یعنی اگر من بتونم ثابت کنم این بی نهایته، ما بقیه استدلال کاملا کار میکنه. من فقط از مارکوف بودن دیگه بعد از این استفاده کردم. خب بنابراین این سوال این که من میتونم ثابت کنم این اوردرش یک انومه یا نه، یه راه حلش اینه که من بخوام اون مجموعه رو، احتمال این که S2N مساوی صفره رو بخوام حساب کنم، که این یه ذره چالش داره. صفر یعنی حالا منظورم مبدا. خب این یه ذره چالش داره به خاطر اینکه من دیگه در حقیقت این میشه سیگما رو آی مسا رو آی. خب ببین، چون اینجا شما وقتی که میخواین به مبدا برگردید اینطوری، اونجا میگفتیم بعد از دو انگام میخوای برگردی به مبدا، انتا راست باید بری انتا چپ. اینجا یه ذره پیچیده است، این دو انجاتو دو کاجاتو باید تصمیم بگیری تو راستای عمودی حرکت کنی، دو ان منهای دو کاتا رو باید تصمیم بگیری تو راستای چپ و راست حرکت کنی. خب بنابراین پس اول یه انتخاب دو، حالا آی بزرگ کا بنویسم، دو کا از دو ان داری برای جاهایی که تصمیم گرفتی چپ یا راست بری. خب بعد از این جاهایی که تصمیم گرفتی چپ یا راست بری، کا از دو کاتاش باید چپ بری، مابقی باید راست بری، دو ان منهای دو کاتاشو از بخشید ان منهای کاتاشو باید برای بالا، برای پایین رفتن انتخاب کنی، مابقیشو بالا بری، بعد یک چهارم به توان دو انو. حالا این احتمال این میشه که تو گام دو انوم تو چیز باشی. شما الان دیگه دقیقا معلوم شده کی چپ، کی راست، کی بالا، کی پایین، هر کدوم اینا باید یه چهارم اتفاق میفته. اینو باید حساب تخمین بزنی و محاسبه این که این اوردر یک انومه که درسته یه ذره درد سر داره، یه ذره، چون با تخمین از، یعنی در حقیقت باید بگید که این بزرگ حالا یا بزرگتر از یک انومه و اینا، یعنی با تخمین از پایین بزنی یه ذره درد سر داره. خب خانم ایمانی پیشنهاد میکنه نمیشه این بالا پایین رو مستقل از چپ و راست ببینیم. حرفشون یک ایده خیلی بامزه ای توشه، یعنی در حقیقت من اینجوری فرمول بندیش میکنم، این ایدهتون خیلی خوبه و بزنین اینجوری دقیقش کنم، یعنی که یه تقلب خیلی ویژه برای بعد زیدوه. ایده چیه؟ بیاین دوتا قدم زدن تصادفی ساده روی زی بگیرید مستقل از هم، S1N و S2N. خب این قدم زدن تصادفی اول ساده روی زی، این قدم زدن تصادفی دوم ساده روی زی. خب این دوتا رو در نظر بگیرید. آرو من چرا به صورت دیفالت عادت دارم این خط پشتش بذارم، RN رو بیایید بگیرید یه زوج مرتبی که مؤلف اولش S1N، مؤلف دومش S2N. در حقیقت این تو هر گام هم مؤلف اولش تغییر میکنه هم مؤلف دومش. این دیگه قدم زدن تصادفی ساده روزی نیست. خب منتها این چجوری رفتار میکنه؟ دقت کنید که این RNی که من اینجوری تعریف کردم هر دفعه با احتمال یه چهارم، یعنی اگه این مثبت یک باشه این هم مثبت یک باشه، این میره تو این راستا، و چون هر کدوم با احتمال یه دوم زیاد میشن، برای من با احتمال یه چهارم تو این راستا میره، با احتمال یه چهارم هم این راستا، با احتمال یه چهارم راستا، با احتمال یه چهارم هم تو این راستا میام. خب پس در حقیقت این RNی که من اینطوری در نظر گرفتم معادل با اینه که من با احتمال یه چهارم توی راستای یک کدوم از این قطرام حرکت کنم. اوکی؟ و حالا اگه به این همه چی رو 45 درجه بچرخونید چی میشه؟ این این میمونه که، یعنی من در حقیقت یه قدم زدن تصادفی رو اعداد، حالا اینجا رو نقاط زوجه به قول معروف زیدو داشتم، نقاطی که مجموع درایت زوجه، و اینو من 45 درجه که بچرخونم با احتمال یه چهارم یه واحد، حالا رادیکال دو باید بالا میرم، با احتمال یه چهار رادیکال دو باید راست، چپ و پایین، که اگه من بیام
این محورای که کشیده بودم از اولم نگاه کنم، عینه میمونه که من با احتمال یه چهارم بالا پایین چپ راست دارم میرم. در حقیقت این آر انی که من اینجوری نوشتم معادل با یک قدم زدن تصادفی ساده روی شبکه دو بعدیه، شبکه‌ای که مشش به جای یک رادیکال دو خیلی اهمیتی که نداره، ولی با هم احتمال یه چهارم چپ بالا پایین راست میرم. اوکی، پس قدم زدن تصادفی ساده روی زی دو به لحاظ توزیعی معادل با دو تا قدم زدن تصادفی ساده رو زیه که من 45 درجه چرخوندم ماجرا رو. اوکی، و حالا دیگه محاسبه احتمال S دو N مساوی صفر خیلی ساده میشه. احتمال اینکه R دو M من بعد از دو M گام من تو صفر و صفر باشم مثل این میمونه که دو تا قدم زدن تصادفی ساده رو زی برگشته باشم، ساده مستقل برگشته باشم به صفر، که میشه احتمال S یک دو M مساوی صفر به توان دو، یعنی هم اولی برگشته باشه به صفر هم دومی برگشته به صفر، که خب اینا رو دیده بودیم هر کدومش یک تقسیم بر رادیکال پی امه، برای من این معادل با یک تقسیم بر پی امه. اوکی، و بنابراین باز دوباره احتمال اس ام مساوی صفر رو مجموعش بی نهایت میشه و دیگه مابقیش عین همون اثبات قبلی ادامه پیدا میکنه. پس من با یک کلک مرغابی خیلی هیجان انگیز تونستم قدم زدن تصادفی دو بودی رو تبدیل بکنم یه جور معادل بکنم به لحاظ توزیعی. دقت کنید دقیقا اینطوری نیست که این باشه، ولی هم توزیعش کنم با دو تا قدم زدن تصادفی ساده مستقل روزی با این کلک مرغابی این دو تا حرکت کردن و 45 درجه چرخوندن. اوکی، ایده خیلی غیر انسانی بود واقعا، خیلی غیر انسانی و همون مرغابی که میگین واقعا به ذهن مرغابی برسه، یعنی به ذهن آره واقعا ایده ناجوانمردانه ای خیلی سخت بود. آره. خیلی جالب بود. آره، ولی خب در حقیقت این ایده‌ای که شما داشتین هم کار میکرد، ولی تخمینا اینجا یه ذره سخت. درسته درسته، من اولش خیلی ساده گرفته بودم داستانو. آره. ولی این تیکر رو نوشتن برای اینکه اینو ثابت کنم اوردر یک انومه، این سخت بود واقعا. درسته بریم بعد دو به بالا میبینید که چرا سخت میشه، ولی با این کلک حالا من توصیف کنم و دقت کنید این کلک وحشتناک مختص بعد دوه، به خاطر اینکه از قضای روزگار این تعداد وجهای مکعب، این تعداد یالای مکعب دو بعدی، تعداد وجهاش ببخشید دقیقا تعداد وجهاش، چون هر کدوم از این راستاها معادل با یه وجه مکعب دو بعدیه، با تعداد گوشه های مکعب دو بعدی با هم برابر بود، یعنی در حقیقت دوی ضرب در دو که تعداد وجه هاست با دو به توان دو که تعداد گوشه هاست با هم برابر بود و من تونستم این کلک ناجوانمردانه رو بزنم، ولی بعد سه تعداد گوشه های شما یهو میشه 8 تا، تعداد وجه هاتون میشه 6 تا و دیگه این تنازع رو تو بعد سه نمیتونید برقرار کنید، یعنی از این کلک دیگه تو بعد سه دو به بالا نمیشه استفاده کرد. ویژگی خیلی خاص دو به توان دی مساوی دوی ضرب در دی بود که فقط به ازای دی مساوی دو برقراره. و اما بعد دی بزرگتر مساوی سه که خب دیگه دوستان گفتن، من دیگه جوابشو میگم که اینو میخوام ثابت کنم گذراست. خب ببینید در حقیقت حالا قبل از اینکه اثباتشو بگم ببینیم چه اتفاقی باعث میشه که من از بازگشتی بودم به گذرا بودم برم. ببینید تحمیل ناپذیری و اینا که همه چی برقراره، اون اندازه پایه ها هم که تو همه این حالت ها اندازه یک، من تا اتفاقی میفته اینه که تو بعد یک شما خیلی رستریکتدید، راه فراراتون خیلی محدوده، انقدر محدوده که شما از یه استیت به استیت میخواید یه جایی مجبور میشید از یه استیت دیگه بگذر، از یک به منفی یک میخواید فقط باید از صفر بگذر، راه دیگه نداشت. بعد دو یه ذره راه فراراتون دستتون باز شد، میتونستید یه ذره اینور برید و از یه جای به یه جای برید بدون اینکه این وسط ها بخواییم به چیز دیگه برسید. خب ولی باز انقدر نبود که بتونید با دل خوش برید به یعنی فاصلتون بی نهایت بشه. واقعیت اینه که تو بعد دی بزرگتر مساوی سه شما دیگه انقدر آزادی عمل دارید برای این جهت های مختلف که میتونید برید، اینه که خیلی سرخوش میتونید به فاصلتون زیاد و زیادتر بشه بدونی که سری حالتهای قبلی رو چیز کنید. در حقیقت تعداد آپشن های فراری که دارید
ببینید اگر فقط به چش آپشن به بی فرار به بی نهایت نگاه کنید، هی شما دارید دستتون بازتر و بازتر میشه به معنی نرم بخواد به سمت بی نهایت بره، بدون اینکه با خیال راحت میتونید برید فاصلتون زیاد و زیادتر بشه، بدون اینکه مجبور شید به حالتهای قبلی برگردید. و من فعلا میخوام دی مساوی 3 رو ثابت کنم گذراست. برای اینکه دی مساوی 3 رو ثابت کنم گذراست، بیاید احتمال S2N مساوی 0 رو در بیاریم. همون جور که باز دوباره آقای قراخانی گفته بودن، در حقیقت این احتمالی که من تو گام 0 رو تو گام انوم 2N بخوام تو مب برگردم مبدا، در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که من جی دفعه از این دو این دفعه رو میتونم بالا برم و بنابراین جی دفعه پایین برم. خب این قسمت اولیه که وجود داره. کا دفعه میتونم مثلا راست برم و بنابراین کا دفعه باید چپ برم و ان منهای جی منهای کا دفعه باید مثلا به سمت جلو بیام و ان منهای جی منهای کا دفعه باید به سمت عقب بیام. خب یعنی این دو این گاممو به جی دفعه بالا پایین، کا دفعه چپ و راست و ان منهای جی منهای کا دفعه جلو عقب باید تقسیمش کنم. خب و به این تعداد راهاییه که من میتونم این جی تا جلو، جی تا عقب، جی تا بالا، جی تا پایین، کا تا چپ، کا تا راست و ان منهای جی منهای کا تا جلو، ان منهای جی منهای کا تا عقب و از تو بین این دو انگام انتخاب کنم. این تعداد راهاشه، ضرب در 6 به توان منفی 2. اوکی okay. چون هر کدوم اینا دیگه مشخص شد کدوم راست باید برم، احتمالش یکیشون میشه. خب و در حقیقت من اینو میتونم تو حساب این 6 به توان منفی 2n و یه 2 به توان منفی 2nش رو میارم بیرون، یه 3 به توان منفی 2nش رو تو نگه میدارم، 3 به توان منفی 2n. خب این 2n فاکتوریل هم میارم بیرون، یه تقسیم بر n فاکتوریال به توان 2 تو بیرون میکنم، یه ضرب در n فاکتوریال توان 2 تو میکنم. خب اگه 2 n فاکتوریال رو بیارم بیرون، خب یه تقسیم بر n فاکتوریال به توان 2 هم بکنم، یه n از 2 n به من میده. خب تو چی میشه؟ تو یه 3 به توان منفی 2 n که مونده بود، یه n فاکتوریال توان 2 هم که باید ضرب میکردیم، این تیکرم که دوباره عیناً نوشتم توان 2 شو فقط آوردم بیرون. اسم این دوستمون رو بذاریم آجی. اوکی خب این چیزی که توی توان دو، دقت کنید که این تیکه اول همون چیزیه که واسه قدم زدن تصادفی ساده حساب کردیم. این تیکه اول بذارید من اینو بیارم پایین بنویسم که چیز نباشه. این تیکه اول اوی یک تقسیم بر رادیکال n، اینو قبلا ثابت کردیم. خب حتی تتایی یک تقسیم بر رادیکال n، یعنی مثل یه مضربی از یک تقسیم بر رادیکال n عمل میکنه. پس تیکه‌ای که باید تجزیه تحلیل کنیم این تیکه است. و دقت کنید که اینا اگه اینا رو نگاه کنید، این یه بست دو جمله‌ای ساده است، به بست سه جمله‌ای ساده ببخشید، یعنی یه سوم به علاوه یه سوم به علاوه یه سوم. یعنی اگه من این آجی و کار رو نگاه کنم، مجموع آجی و کاها در حقیقت هست اگه من بسته یه سوم علاوه یه سوم علاوه یه سوم به توان n رو بنویسم، هر یه سری جمله داره، یعنی j تا از این انتخاب کنم، k تا از این، n منهای j منهای k تا از این، دقیقا این میشه. برای a j و k یه سری جمله هن که مجموعشون میشه یک، درسته؟ پس مجموع a j و k یکه دقیقا، چون هست بسته یه سوم بلو یه سوم بلو یه سوم به توان n که خب یک به توان n که میشه یک. حالا در حقیقت کاری که من میتونم بکنم بعد از اینکه اسم این دوستم رو گذاشتم آجی و کا، بیام این گام وسط هم بنویسم، این کمتر مساویه از دو به توان منفی دو این این از دو این سیگما رو جی و کا آجی و کا
مکس رو جی یو کا آ جی یو کا. اوکی من این مجموع به این مجموع من مجموع آ جی یو کا به توان دو بود، من به جای توان دوش یکیشو خودشو نگه داشتم، یکی به جاش ماکسیموم گذاشتم، این بزرگتر مساوی میشه دیگه، پس اینش هم آ جی یو کا ضرب در ماکسیمومش. خب حالا دقت کنید که مجموع آ جی یو کا گفتم یکه، خب بنابراین اتفاقی که میفته اینه که این تیکر که دوباره خودشو نوشتم، مجموع آ جی یو کا که یک میشه، میشه پس ماکسیمومه رو جی یو کا آ جی یو کا ها. اوکی خب پس من این تیکه اولی که گفتم تتای رادیکال اینه، یک تصمیم رادیکال اینه، کافیه ثابت کنم این تیکه دومم تتای یک اینومه. خب ببینید ماکسیموم آجه و کار رو برای اینکه من حساب کنم چی کار میکنم. یه لحظه ادعای من اینه که این ماکسیموم آجه و کا به ازای زمانی اتفاق میفته که جی و کا و انمن های کامن های جی تقریبا هر ستا با هم برابرن، یعنی حالا در حد سقف و کف هر ستاشون ان سومن. برای اینکه اینو ثابت کنم یه لحظه فرض کنید جی کمتر از ان سومه، کی بزرگتر از ان سومه. خب اگه جی کمتر از ان سوم باشه، کی بزرگتر از ان سوم، این نسبت رو نگاه کنید، جی به علاوه یک فاکتوریال ضرب در کی منهای یک فاکتوریال تقسیم بر جی فاکتوریال ضرب در کی فاکتوریال، این جی به علاوه یک فاکتوریال، جی به علاوه یک فاکتوریال، جی فاکتوریال با هم ساده میشه، صورت یه جی به علاوه یک میمونه، کی منهای یک فاکتوریال صورت و کی فاکتوریال مخرج هم با هم ساده میشه، تو مخرج یک کی میمونه. پس این نسبت میشه جی به علاوه یک کیوم. دقت کن که چون کی بزرگتر از ان سوم بود، جی کمتر از ان سوم، جی به علاوه یک به کی نمیرسه، بنابراین این نسبت کمتر مساوی یک. اوکی نه لازم نیست نامساوی، درسته دیگه، این کمتر از این سوم بود. نامساوی صفحه قبل رو میگن، آخر نامساوی میشد تساوی گذاشت. آها اوکی درسته، بله اونو میشد مساوی گرفت. آیه تساوی حالت خاص نامساوی. خب حالا این جی به علاوه یک کام کمتر مساوی یکه، بنابراین اگر شما آ جی به علاوه یک و کامن ها یک در نظر بگیرید، دقت کنید که جی کمتر بود کی بیشتر بود، اگه من بیام به این که کمه یه دونه زیاد کنم، به اینی که زیاده ازش یه دونه کم کنم، آ جی و کی من چی بود؟ 3 به توان منفی ان ضرب در ان فاکتوریال تقسیم بر جی به علاوه یک تقسیم بر کی فاکتوریال یک فاکتوریال در ان جی من کی فاکتوریال. دقت کنید این تیکه که تو جفتشون مشترکه، بنابراین این که این کی بزرگتر مساوی یا نه فقط برمیگرده به این که یک تقسیم بر جی به علاوه یک فاکتور در کی منهای یک فاکتور بیشتر یا یک تقسیم بر جی فاکتور در کی فاکتور، که اینجا الان دیدیم که این نسبت کمتر مساوی یکه دیگه. بنابر این من اگه این کارو بکنم، آ جی به علاوه یک و کی منهای یک از آ جی و کا بزرگتر مساوی میشه. خب یعنی اگر که یکی بزرگتر از ان سوم باشه، یکی کمتر، جفتشون رو بیام یه ذره به ان سوم نزدیک، یه بار به ان سوم نزدیک کنم، بیشتر مساوی میشه. پس ماکسیموم دقیقا جای اتفاق میفته که اینا همه دقیقا سقف و کف ان سوم باشن، حالا بسته به اینکه ان به پیمانه 3 چنده، و تو این شرایط این ماکسیموم تقریبا هست 3 به توان منفی ان ضرب در ان فاکتوری صورت هم که هستش، همه اینا مخرج هم تقریبا ان سوم فاکتوریال به توان 3 باشه، که اینو همون تخمین استرلینگ رو بزنید، این میبینید در حقیقت بذارید اینجوری ننویسم، این میشه تتای یک انوم. تخمین استرلینگ رو بنویسید، خیلی ساده این به دست میادش. خب و بنابراین احتمال S دو N مساوی صفر اینجوری بنویسم کمتر مساوی تتای N به توان منفی 3 دوم. خب یعنی اوی این به توان منفی 3 دوم دیگه چه اینجوری نوشتمش. خب از n به توان منفی 3 دوم کمتر مساویه، یعنی از یه عدد ثابتی ضرب در n به توان منفی 3 دوم کمتر مساویه. خب بنابراین مجموع sn مساوی 0 کمتر از بی نهایته، اون چیزی که دو دفعه قبل بی‌نهایت بود اینجا کمتر از بی‌نهایت میشه، و حالا دیگه اصلا من اون استدلال لازم ندارم،
من یه سری اتفاق دارم که مجموع رخ احتمالشون کمتر از بی نهایت مجموع احتمال رخ دادنشون. این طبق لم بورل کانتلی که دقیقا همینو میگه، میگه اگه شما یه سری ایونت دارید که مجموع احتمالاشون متناهیه، حد اکثر متناهی تاشون رخ میده. لن بورل کانتلی میگه اگه یه سری ایونت داشته باشید مجموع احتمالاشون متناهی باشه، حد اکثر متناهی تاشون رخ میده. و اثباتش هم خیلی ساده است. بذارید من یه اثبات یه خیلی ساده داره. یعنی فرض کنید که من یه سری پیش آمد آی دارم که سیگمای پی آی کمتر از بی نهایته. خب این آی مساوی یک تا بی نهایت. اون وقت اینو من چی میتونستم؟ اینو میتونم سیگمای پی آی که کمتر از بی نهایته، این مساویه با امید سیگمای یک آی، و این هست امید تعداد آی هایی که رخ میدهن و امید تعداد آی هایی که رخ میده متناهیه. بنابراین علل خصوص almost surely تعداد آی هایی که رخ میده متناهی میشه. این لمه بورل کانتلیه. خب پس در حقیقت حد اکثر متناهی بار من SN مساوی صفر رو تجربه میکنم و ماجرا اثباتش کامل میشه. یعنی من نمیتونم نامتناهی بار این اتفاق بیفته که یه SN مساوی صفره، برای من بعد از یه مدت دیگه من به صفر بر نمیگردم. خب و برای اینکه بدونیم چرا من تو بعد دو کار سختی در پیش داشتم که ماجرا رو اینطوری بنویسم، در حقیقت اون دقت کنید که من اینجا از یک نامساوی استفاده کردم که اینا رو با ماکسیمومشون تخمین زدم، که واقعیت اینه که تعداد خیلی زیادی از اینا واقعا نزدیک ماکسیمومن. یعنی اون تیکه‌ای که نزدیک ماکسیموم میستن خیلی تیکه کسریه که میشه ازش ایگنورشون کرد. و اگر من اینو میتونستم بنویسم، وقت میتونستم نشون بدم تو بعد دو هم این نزدیک یک انوم میشه. ولی اثبات این که تعداد زیادی از اینا نزدیک ماکسیمومن، این اثبات سختی بودش. خب به خاطر همین، یعنی اون ایده آی قراخانی پیاده نوشتنش یه ذره سخت بود اثباتش از اینا. من اینجا چون نامساوی می‌خواستم ثابت کنم، می‌خواستم کران بالا پیدا کنم، کارم ساده بود، با ماکسیمم تخمین زدم و رفتم بالا. ولی وقتی اونوری می‌خوام ثابت کنم، می‌خوام ثابت کنم بی‌نهایت دنبال این نامساوی، باید برعکس بگردم. ولی من اینکه دقیقاً چند تاشون تو اوردر ماکسیمم، خیلی دقیق باید حساب کنم و کار سختی می‌شد اگه می‌خواستم اینجوری حساب کنم. ولی پس الان ثابت کردم که من این برای بعد 3 بود. بعد 3 به بالا دیگه من لازم ندارم چیزی ثابت کنم. در حقیقت برای زیدی وقتی که دی مساوی 3 گذراست، این ثابت میکنه که دی بزرگتر مساوی 3 هم گذراست. کسی میتونه اینو خیلی سه سوت ثابت کنه با استفاده از اینکه دی مساوی 3 گذراست؟ یه لحظه خانم ایمانی سوالتون باشه، بعد از اینکه اینو گفتیم بپرسید، یعنی دست ببرید بالا بپرسید بعد راجع بهش صحبت کنید. کسی میتونه ثابت کنه اگه دی مساوی 3 گذرا باشه، دی بزرگتر مساوی 3 هم گذراست؟ اثبات سه سود. به چه معنا زیر مجموعشه؟ زیر مجموعش هست، زی 3 زیر مجموعه زی 4 هست. تو مثلا میتونیم صفحه چی ابرفضای مثلا x4 مساوی 0 رو بگیریم.
این درسته، ولی خب مثلا اینکه من قدم زدن تصادفی تو همین ابرفضا که نیستش، بیرون این ابرفضاست. یه احسانی بگو. استاد این آقای اکرمی یه چیزی گفتن، من فکر کنم همون رو مجبورم بگم. من اینکه نایدم چی گفتن، بفرمایید. گفتن یه نسخه از Z3 توش داریم، یعنی اینکه اینا رو میتونیم به صورت زوج مرتب، نه این انتهای مرتب بنویسیم، بالاخره سه تاشون باید صفر بشن دیگه. خب آره، ولی مسئله اینه که این ستایی که داری نگاه میکنی، اصلا ستای اول که نگاه میکنی، من یه موقعی هستش که این ستایی سر جای خودش میمونه، تکون نمیخوره. خب دیگه پس به خاطر همین نه خب این قدم زدن تصادفی ساده رو زیسه نیست. قدم زدن تصادفی رو زیسه است که هر از گاهی هم با سر جای خودت میمونه. درست. با احتمال مثلا تو Z4 در نظر بگیری، سه تا درایه اولو، سه تا درایه اول وقتی تو راستای خودش داری حرکت می‌کنی که اوکیه، در حقیقت با احتمال 1/4 تو راستای اوله، تو احتمال 1/4 تو راستای دومه، با احتمال 1/4 تو راستای سومه، با احتمال 1/4 هم سر جای خودت میمونی. در صورتی که قدم زدن تصادفی عادی رو Z3 با احتمال 1/3 راستای اول، راستای سوم، راستای دوم، 1/3 راستای سوم. میدونید منظور من چی بود؟ بگو. ببینید راستای چهارم مثلا شما در نظر بگیرید، یه واسه خودش میره میاد دیگه، به هر حال این ستای اول هم باید صفر بشن، یعنی باید برگردن به مبدأ خودشون. منظورم خب این بود. میفهمم، ولی با در شرایطی ممکنه اینا برگردن به مبدأ خودشون که احتمالهای حرکتشون 1/4 1/4 1/4 و با احتمال 1/4 هم سر جای خودت داری میمونی. آه درست درست، ببندم. یعنی این یه حالت دیگه است. درست. من میتونم یه چیزایی بگم ولی اصلا تمیز و زیبا نیست متاسفانه. خب بذارین اگه کسی داوطلب چیز تمیز و زیباست اون بگه، اگر نه اون وقت شما بگید. کسی داوطلب برای چیز تمیز و زیبا نداریم، یه دقیقه فکر کنیم بعدش، اگر نه اون وقت آقای قراخانی بگن. خب میخوایم آقای قراخانی شما تلاش کنید سه غیر تمیز و زیباتون رو بگید. آره متاسفانه زیبا نیست اصلا، حالا امیدوارم حداقل درست باشه. ببینید یه ریالیزیشن قدم زدن تصادفی، این فرض کنیم که بازگشتی باشه توی دیبورد، بله. برای دی بزرگتر از سه، یه ریالیزیشنش رو بگیریم که بی نهایت قدم زدیم و بنابراین بی نهایت بار به صفر برگشتیم طبق فرض فولفمون، و بعد بیایم اینو پروژکت کنیم تو سه بعد اول. نگاه کنیم تو سه بود اول چی میبینیم. تو من میگم که حتما بی نهایت بار گام هایی برداشتیم که مربوط به سه بود اولا. در حقیقت یعنی شما تا این تیکه پروژکشن شما بگم، همین حرفی که دوستان زدن میگید دیگه، میگید این بردار دیتایی رو در نظر بگیرید، به سه تا درایه اولش رو نگاه کنید. درست. یه قمزن تصادفی که چیزه و اتفاقی که میفته اینه که حالا خب این ستا رو میخوان در نظر بگیرم، ادعای بعدیشون اینه که میگم بی نهایت بار قدم زن من تصمیمی که گرفته تغییر یکی از این ستا بوده. دقیقا. خب چرا؟ دقیقا. به خاطر اینکه هر بار احتمال اینکه هیچ کدوم از این ستا رو بر نداریم یه عدد کوچیکتر از یکه، و اگه اینا تو هم ضرب بشن درسته، بی نهایت که هیچ کدوم این ستا انتخاب نشه میشه دی منهای سه دیوم. یعنی بیان این بردار دیتایی رو در نظر بگیرید، این فرض کنید درایه های من این باشه، ستای اول رو بنویسم، فرض کنید این مختصات من در حالا یه گام باشه. خب احتمال این که هیچ کدوم از این ستا انتخاب نشن برای چیز، یعنی احتمال این که تصمیم من بر جا به جای تو دیمن های سه بود راستای دیگه باشه، میشه دیمن های سه دیوم.
و احتمال اینکه این n بار تکرار بشه میشه دیمن استدیوم به توان n، و برای احتمال اینکه نامتناهی بار اتفاق بیفته صفره. برای من به ازای هر یعنی نامتناهی بار من یک کدوم از این ستا رو تغییر میدم. خب و بنابراین الان یه وضعیتی داریم تو این سه بود که هر از گاهی سر جامون وایسادیم و هر از گاهی هم که بی نهایت بار میشه یه قدم میزنیم. و من میگم اگه اون جایی که سر جامون وایسادیم رو حذف کنیم، چیزی که به دست میاد معادل یه ریالیزیشن از قدم زدن تصادفی در سه بود. اثبات به این خوشگلی رو چرا میگید خب. زیبا نیست و کثیفه؟ خدا رو شکر پسند. خب بنابراین بنابراین بی نهایت بار به صفر برمیگردیم به احتمال یک و این خلاف گذرا بودن. دقیقاً ببینید بچه‌ها چیزی که میگن، میگن بیاید اس ان تون که خب همین سیگما ایکس آی، خب که همین ایکس آی ممکنه هر کدوم از این ای جی یا باشه در نظر بگیرید، این قدم زدن تصادفیتون رو بیاین فقط و فقط به گام هایی نگاه کنید که این راستایی که من انتخاب کردم برای گام بعدیم یکی از این سه تا راستای اول باشه، ما بقیه قدم ها رو بندازید بیرون. خب یعنی بیاید آر ان رو بگیرید اینجوری بسید tn رو بگیرید مینیموم n بزرگتر از tn منهای 1 به طوری که xn در یکی از سراستای اول. خب بیاین تی ان رو بگیرید انومین باری که من تو یکی از سراستای اول دارم قدم میزنم. خب و آر ان رو بگیرید سیگمای ایکس تی ان وقتی که من بذارید اینجوری بگم سه مؤلفه اول ایکس تی ان ایکس تی آی آر ان رو من یه قدم زدن تصادفی جدید تعریف میکنم. هر آر ان اینطوریه که هر وقتی که من تو راستاهای دیگه بجز این سه تا راستای اول دارم قدم میزنم بیخیال میشم، هر دفعه که قدم زن تصادفی من تو یکی از این سه راستای اول قدم زد میام میبینم آقا تو بگو اینم به من چی کار کردی و سه تا مؤلفه اولش رو نگاه میکنم. خب دقت کنید که این آر ان خود به خود میشه سه مؤلفه اول یک اس ام خود میشه سه مؤلفه اول خود قدم زدن تصادفیمون به ازای یه ام دیگه. چرا؟ ببینید این اگرچه من دارم فقط مجموعه یه سری از این میگم، ولی قدم های دیگه ای که من زدم که تأثیر رو سه تا مؤلفه اول که نداشته، یعنی وقتایی که من خارج از این زمان تی آیا بودم که تو رو سه مؤلفه اول که تأثیری نداشته، اوکی؟ و برای من داشته جای دیگه قدم میزده. برای من هر دفعه که من اینو نگاه میکنم این سه مؤلفه اول یه گام جدیدی از قدم زدن تصادفیمه. مثلا من میام اینجا ممکنه 100 تا گام دارم تو راستای دیگه میزنم، گام 101 من تو یکی از این سه راستاست، این آر ان برمیاد این تغییر رو میبینه و این واقعا سه مؤلفه اول این گام بعد از 100 گام منه. خب حالا نتیجه چیه؟ اگه اس ام بازگشتی باشه که قدم زدن تصادفی دی بودیمونه، یعنی من نامتناهی بار به صفر برمیگردم و خب نامتناهی بار پس سه مؤلفه اول صفر میشه، این نتیجه میده که آر ان هم بازگشتیه. مثلا بزنید مثلا این معلومه چیه، دقیقاً اینه سه مؤلفه اول اس تی ان. خب وقتی من اس ام هم نامتناهی بار صفر بشه، خب سه مؤلفه اولش هم نامتناهی بار صفر میشه.
اوکی، و دقت کنید که آر ان توزیعش چه شکلیه. من آر ان مثلا جو وای میسه، میگه من آر ان ام، اون مثلا قدم زدن تصادفی عادی مون داره توی یه سری راستای پرت و پلا قدم میزنه، آر ان میگه من هنوز نمیشمارم، یهو یه گام توی یکی از این راستا میزنه، میگه آر ان میگه خب پس من یه قدم برمیدارم، کدوم راستا رفتی؟ تو اون راستا حرکت میکنم. آر ان رو که نگاه میکنید، آر ان هم توزیع دقیقاً یه قدم زدن تصادفی عادی روی زیدیه، رزیستنس. خب و این خلاف این فرضه که قدم زدن تصادفی روزی سه بازگشتی نیست. اوکی، پس در حقیقت من با استفاده از این که ثابت کردم بازه دی مساوی سه قدم زدن تصادفی من بازگشتی نیست گذراست، برای دی بزرگتر از سه هم ثابت میشه که قدم زدن تصادفی من گذراه. خب من اینجا میخوام درستم تمام کنم، فقط خانم ایمانی یه سوال داشتن که دستشون رو ببرم بالا سوالشون رو بپرسم و بعدش هم سوالای سایر دوستان رو جواب میدم. بفهمی خانم ایمانی؟ سلام. من سوالم این بودش که میشه اینو کلا حالت کلی ببینیم، یعنی بیایم مثلا N رو در نظر بگیریم، این که متغیر تصادفیه، این که چند بار به نقطه شروع برگشتیم، خب بعد امید ریاضی این رو بخوایم حسابش کنیم. خب امید ریاضی این که چند بار به نقطه شروع برگشتیم و میتونیم تو دو حال در دو حالت حسابش کنیم، یکی این که بیان ببینیم که یکی این که متغیر تصادفی این رو خب اینجوری نگاهش کنیم، ببینیم که تو گام آیوم در نقطه شروع هستیم یا نه. درسته. بعد اگر متغیر رو اینجا، یعنی انگار اگه این متغیر تصادفی ما باشه، این مجموع یک سری متغیر تصادفی صفر رو یکی میشه، در گام آیوم در نقطه شروع هستیم یا نه. خب این متغیر برنولی خوب میشه که این رو میشه چیکار کرد؟ حالا این رو بیاییم امیدش رو اگه حساب کنیم، امیده این مساوی میشه با سری زمانی این که یک بروی این دی دوما، یعنی یک برای بعد دی، یعنی در حالت دی بعدی این از معوردر سری یک برای این دی دوم میشه. اینی که میگید درسته. خب ولی این تیکه سختش، یه لحظه صبر کنید، تیکه سختش همین اینیه که گفتید، یعنی تیکه سختش که یه محاسبه شبیه این لازم داره، شبیه این که من ثابت کنم این اوی ان به توان منفی 3 دومه، که ثابت کنم این او توان اوی منفی ان به توان دی دومه. یعنی این چیزی که شما میگفتید دقیقاً معادل با اینه که این اثباتو من بیام عیناً تکرار کنم در حقیقت، یعنی و واقعا هم این اثبات قدم به قدم تکرار میشه ها. یعنی من دقیقا میتونم برای بعدای بزرگتر از دو بیام همینجوری بنویسم، یعنی مثلا بشکونم به اون یه تیکه چیز، بعد بیام ثابت کنم که ماکسیموم این زمانی رخ میده که همه اینا حدودا ان چهارم باشن، بعد این به من مثلا یه تتای مثلا یک به توان ام به توان دی دوم منهای یک دی منهای یک دوم میده، یه ام به توان منفی دوم از اون ان از دو ام میاد و مثلا دقیقا با این ام دی دوم میده. یه چیزی که میگید کاملا همش درسته و دقیقا چیز معادل با این اثباته برای بعد بزرگتر از سه. دقیقا. بعد بامزگیش اینه که اگه از اون بر امید ریاضی رو بیاییم شرطی کنیم روی این که اولین زمان بازگشتمون کی هست، این یا نامتناهیه یا متناهیه مساوی آی هست، یعنی میشه احتمال این که آیومین زمان بازگشت چیه در امید ریاضی متغیر تصادفی ام به شرط اون آیومین چقدر بد گفتم ولی خب آره، یعنی اگه اونو حساب کنی اون وقت سری ما اینجوری میشه، انگار یه سری داریم که برای دی دقیقا اون سری که یک بروی این دی دوم ها تا این مساوی دو این سری متناهی خواهد بود، از دی به دوم به بعد نامتناهی. درست. دقیقا یعنی چیزی که میگه درست. خیلی هم عالی. خیلی ممنون. خواهش مام. دوستان سوال دیگه ای ندارن؟
خانم ایمانی سوال نبود، بیشتر جواب بود. پویا احسانی بگو. استاد مربوط به درس امروز نیست. خب بذار اگه کسی سوالی راجع به درس امروز نداره بعد بپرس. بله. کسی سوالی نداره؟ این دم گورل کانتلیه. اگه راجع به درس امروز کسی سوالی نداره خب بگو. یا احسانی دست تو بر بالا دوباره بگو سوالی تو. بفرمایید. ببخشید یه مسئله من بهش برخورد کرده بودم که مثلا یه نفر رو در نظر گرفته بود که طبق احتمالی مثلا حالش خوبه، متوسطه یا بده، بعد احتمال گزارش هم گذاشته بود دیگه، مثلا ماتریس 3-3 تشکیل داده بود به این صورت. بعد گفته بود که اگر مثلا امروز حالش خوب بوده احتمال این که 3 روز بعدی حالش بد، هیچ کدوم از روز حالش بد نباشه چه شکلیه داستان. خب راهی که من در نظر گرفتم گفتم که اون توضیح پایاشو پیدا میکنیم، بعد یعنی که مثلا فرض کنید تو 20% حالات حالش کلن بده، احتمال این که حالش بد نباشه تو این 3 روز میشه 8/10 به توان 3. ببین نکته که وجود داره اینه که توزیع پایه رو تو واسه تحلیل های زمان بلند میتونی استفاده کنی، واسه زمان های کوتاه قابل قبول نیست. خب اولا که این توزیع اولیه رو باید بهت داده باشه. توزیع اولیه داده بود یا نه؟ ای توزیع اولیه توزیع پایاس حرفی که زدی درسته. هیچ توزیع اولیه نه پایا نبود ولی توزیع اولیه داشت. خب اگه توزیع اولیه داشته باشی ببین احتمال این که در حقیقت چیزی که خواسته بود چی بود؟ این بود که احتمال این که X1 توی یه وضعیت آی باشه. خب حالا اصلا بگی حالت کلیش آی1، خب یعنی خوب و متوسط، و X2 هم توی یه وضعیت A2ی باشه که از قضا A1 و A2ی تو با هم برابره، یعنی باز خوب و متوسط، و X3 متعلق به یه A3ی باشه. درسته؟ این احتمال رو ازت خواسته بود دیگه. حالت 3 روزش تو 3 مجموعه مشخص باشه. بله هیچ کدوم بد نباشه. ولی هیچ کدوم بد نباشه میدونم دیگه. حالا این مجموعه A1 مجموعه خوب و متوسط، هر ستای A1 و A2 و A3 خوب و متوسطه. بله خب یعنی این مساویه این مساویه این مساویه با خوب و متوسط، حالا تو مثال تو، ولی لزومن یعنی لزومی نداره که اینا حتی با هم برابر هم باشن. به این نکته که وجود داره طبق مارکوف بودن، خب من اینو میتونم اینطوری بسم، این مساویه با احتمال X1 متعلق به A1، یعنی این که کلن درسته، ضرب در احتمال X2 متعلق به A2 به شرط X1 متعلق به A1 ضرب در احتمال X3 متعلق به A3 به شرط X1 متعلق به A1 و X2 متعلق به A2. این به صورت کلیش که این درست، یعنی یه متغیر اشتراک ستا پیش آمد تو میتونی اینجوری احتمالشون سی شرطی کنی گام به گام. نکته ای که وجود داره اینه که در مورد مارکوف اتفاقی که میفته اینه که این الان از X1 متعلق به A1 مستقل میشه. خب بد نمیشه، این مساوی میشه با این که، خب این به خاطر مارکوف بودنه، یعنی دیگه به X1 متعلق به A1 رفتی نداره، فقط میدونم X2 متعلق به A2، و باز به خاطر مارکوف همگن بودن این دوتا عبارت هم با هم مساوی هن. اوکی بر من تو چیزی که لازم داره ثابت بکنی اینه، یعنی حساب بکنی اینه، میشه احتمال X1 متعلق به A1 ضرب در احتمال X2 متعلق به A2
به شرط x1 متعلق به a1 به توان 2. خب اینو با استفاده از توضیح اولیت میتونی حساب کنی که چقدر احتمال داره تو گام 1 توی حالت خوب یا متوسط باشی، اینم به ازای خوب چقدر احتمال داره به خوب و متوسط بری، به ازای متوسط چقدر احتمال داره خوب و متوسط بری، با استفاده از این چیز شرطی سازی باید بکنی و اینم حساب کنی. اوکی خب آخر تو مرحله دوم معلوم نیست که حالمون خوب باشه یا متوسط خب باشه. این احتمال شرطی دیگه، این راحت میشه نوشت، این میشه احتمال اینکه x2 متعلق به a2 و x1 متعلق به a1 تقسیم بر احتمال x1 متعلق به a1. این مخرجو که میدونیم احتمالش اینجا حساب، آها اصلا چرا اینجوری نوشتم، آره دیگه اینو که مخرجو که اینجا حساب کردیم، اینو که میدونیم، این اینم حالت میگیریم دیگه، خوب خوب خوب، متوسط متوسط، خوب متوسط متوسط، چهار تا حالت میگیریم، احتمالای هر چهار تاشو حساب میکنیم. یعنی اینکه چقدر احتمال داره تو گام یک خوب باشیم، بعد از خوب به خوب بریم. اوکی بله، یعنی میشه پی یک خوب ضرب در پی خوب خوب، به علاوه پی یک خوب ضرب در پی خوب متوسط، به علاوه پی یک متوسط ضرب در پی متوسط خوب، به علاوه پی یک متوسط ضرب در پی متوسط متوسط. درست، ولی حالا اگر بگه مثلا به جای 3 روز 7 روز رو بررسی کنیم دیگه خیلی راحت میشه. نه اصلا پیچیده نمیشه دیگه، اتفاقا این تیک سختش همین یه دونه بود، 7 روزش این دوش میشه 6، چون این احتمالا با هم برابر دیگه، یعنی x4 مطالبه خوب و متوسط به شرط x3 متوسط به شرط مطالب خوب متوسط هم با هم برابر دیگه، اتفاقا از این به بعدش آسونه، فقط این عدد به توان گنده تر میشه. یعنی تیک سختش محاسبه این عبارت، 1000 روزش این به توان 999 میرسه. آخه یه جوریه این پی ایکس دو عضوی از آ2 و پی ایکس و ایکس عضوی از آ1 که این چجوری به دست میاد، من این یکم گیج شدم اینو. ببین این چی داره میگه، میگه چقدر احتمال داره که وقتی روز اول خوب یا متوسط بودی روز دوم هم خوب یا متوسط باشی. بله همین، این احتمال دقیقا برابره که همونقدر که احتمال داره از اول به دوم تو وضعیت نابد بمونی، همونقدر احتمال داره از روز دوم به سوم تو وضعیت نابد بمونی. آها درست، همون قدم احتمال داره از روز 999 به هزارم تو حالت نابد بمونی. این ربط به زمانت نداره، ربط بله. داره که دیروز نابد بودی امروز هم نابدی. بله درست، ممنونم. خواهش. سوال دیگه دارن دوستان؟ کسی سوالی بپرسم؟ بفرمایید. ما میدونیم که الان تو بوده دی بزرگتر از سه احتمال اینکه از مبدا شروع کنیم دی بزرگتر مساوی سه و به مبدا برگردیم کمتر از یک. سوال من اینه که آیا با افزایش دی این میره به سمت صفر؟ یعنی تصور اینه که این باید بره به سمت صفر، ولی خیلی جواب روشنی الان واسهش تو ذهنم نیست. ببینید احتمال برگشت تو یکام، ببین من الان امید تعداد ویزیت ها رو خب با یه تابع با یه مجموع یک تقسیم ام به توان سه دوم باوند کردم از بالا دیگه. بله بله خب بنابراین احتمال، یعنی این مجموع ام به توان سه دوم هم از ام به توان دی دوم هم از اردر ام به توان دی دوم به منهای یک میشه، یعنی امیده تعداد ویزیت ها این میشه کمتر مساوی یک تقسیم بر n به توان دی دوم منهای یک. خب حالا بله. و نکته ای که وجود داره احتمال ویزیت بزرگتر از یک کمتر مساویه با امید تعداد ویزیتا.
درسته؟ یه متغیر مثبت داشته باشید، این چون گسسته است این اتفاق میفته، این نامساوی مارکوف. بخشید من احساس کنم الان نامساوی بالا رو اصلا یه لحظه شک کردم که فهمیدم داره چی میگه. نه این چه شکلی بود؟ ببین من احتمال، بذارید اینو پس چیز کنم، این ببخشید آخه با بزرگ شدن این بد فهمیدم. نه 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 آره بد گفتم، خیلی بد گفتم. این یه لحظه هم کنم، این بود کم تماسایی سیگما یک تقسیم بر n به توان دیدو. بخش من اینو بد گفتم، اختیاره. سیگمای n به توان دیدوم، نه این چیزی که میخوام بگم خیلی ضعیفه، ببخشید این فایده نده. من امیدوار بودم با یه نامساوی مارکوف دراد ماجرا. درست. خب حدس جدی خودم اینه که این احتمال به سمت صفر میره. و حالا سوال بعدی من این بود که با چه سرعتی به سمت صفر میره. یعنی اینم واسم جالبه که ورس به دی چجوری این کاهش پیدا میکنه. فکر کنم چیزه، یه حسی دارم که میگم، یه حسی دارم که اوی یه کانستنتی به توان دی دوم به نهایی یک. یعنی میگی نمایی کوچیکتر از یک، یعنی با افزایش نسبت به بود نماییه. من تصور میکنم اینطوری نیست، چون شما احتمال اینکه توی دو گام برگردید به صفر فکر میکنم از اردر یک دیوم باشه. یک دیوم به توان دو میشه؟ نه، چون دو دی تا راستا داریم. آها راست. احتمال، یعنی تصورم، یعنی حالا سوالم اینه که واقعا خطی نزول میکنه یا جور دیگه. نمیدونم راستش، باید فکر کنم. الان راستش جواب این سوال نمیدونم. خواهش من یه فکر میکنم اگه تا چیزی تازه ثابت کردین، امسال 100 ساله شده. دقیقا 100 سال پیش جورج کولیا اینو ثابت کرد. مقالش 1921. 101 سال. چرا نه 2021؟ اونم 1921 بوده. آه 21 بود، گفتم که بله بله دقیقا 100 سال. اوکی خب دست درد نگیرم. ممنون از شما، متشکرم. ممنون دوستان، خسته نباشید. من اینم اگه چیزی به ذهنیم رسید بعد جلسه بعد میگم، ولی الان نکته به ذهنم نمیرسه. متشکرم، ممنون از لطفتون، خسته نباشید.